بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با برنامه منبر وصال و موضوع تاجیکستان، دردها و آرزوها در خدمت شما عزیزان هستیم. از چند ماه به این طرف میدونید که ما در شبکه جهانی وصال حق در برنامه منبر وصال در مورد تاجیکستان و دردها و رنجها و آرزوهای این ملت مظلوم و ستم دیده صحبت کردیم. آنچه که در این برنامه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ندای مظلومیت ملت شریف تاجیکستان است. بستن مساجد، بستن مدارس دینی، بستن دانشگاه و دبیرستان اسلامی. تنها یک دبیرستان و یک دانشگاه اسلامی در تاجیکستان بود که اونم یکی بسته شد و دیگری هم به دست شیعیان رافضی ایرانی، یا در حقیقت بگوییم دولت تاجیکستان این دانشگاه را به ایران فروخت، اهل سنت را به ایران فروخت. علما و اساتید اهل سنتی که مشغول تدریس در این دانشگاه بودن رو اخراج کردن و گام‌های بعدی این است که کلن این دانشگاه رو به بهای اندک به ایران و به روافض بفروشن. اینها همان کسانی هستند که مانند یهود و نصارا دین خود را به بهای اندک می‌فروشند. همچنین در مورد بستن مساجد و خوف و ترس و هراس حکومت تاجیکستان و سردمداران این کشور از انتشار اسلامگرایی و التزام در بین جوانان تاجیک و بستن مساجد صحبت کردیم. تنها در ولایت سغد بیش از 108 مسجد رو بنابر اعتراف مسئول این ایالت بستن. چرا از مساجد میترسن؟ به خاطر اینکه در مساجد ندای توحید، ندای یکتاپرستی، ندای آزادی از ظلم و ستم و تواقید سر داده می شود. ملت شریف و متدین و باغیرت و مسلمان تاجیکستان که توانستند در زیر یوغ و چکمه های ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی بیش از 7 دهه با چنگ و دندان قرآن و دین خود را حفظ بکنند، هرگز این تواقید و این ظالمان نمی توانند که این دین و این محبتی که در سینه تک تک تاجیک ها نسبت به اسلام و دین مبین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نهفته است رو از بین ببرند. اینها از بین خواهند رفت، ولیکن دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باقی خواهد ماند. و همانطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی بشارت دادن که هیچ خانه‌ای نخواهد ماند الا که پیام این دین به آن خانه خواهد رسید. یا به عزت عزیزان و مؤمنانی که در نزد الله سبحانه و تعالی گرامی هستند، یا به ذلت و سرنگونی ظالمان و تواغیتی که با دین مبین اسلام مبارزه می کنند. بینندگان عزیز و گرامی، ما همچنین در مورد حجاب و در مورد ظلم و ستم هایی که در زندان های تاجیکستان صورت میگیره و همچنین در مورد وضعیت اسفبار مهاجرین تاجیک
در روسیه و در دیگر کشورهای جهان صحبت کردیم و درد دلها و سخنهای عزیزانی از تاجیکستان و از بیرون از تاجیکستان رو که در مورد مشکلات و مصیبتهایی که گریبانگیر این ملت مظلوم و ستم دیده است صحبت کردیم. ندای مظلومیت برادران و خواهران تاجیکمون رو سعی کردیم به گوش جهانیان برسانیم، به عربی، به فارسی، تا جایی که امکان داشت، تا جایی که تونستیم سعی کردیم از وسایل مختلف استفاده بکنیم، از طریق فیسبوک، توییتر و سایت تاجیکی، تا صدای مظلومیت و صدای ظلم و ستمی که بر این ملت ستم دیده میشه رو به جهانیان برسانیم. من یک خوشخبری و بشارت دارم برای برادران و خواهران تاجیکمون که ما یک شماره واتساپ رو اختصاص دادیم برای عزیزانمون در تاجیکستان. همونطوری که میدونید ما در شبکه جهانی وصال حق شماره واتساپی داریم که شماره کلی شبکه هست و از طریق این شماره ما برای شما اوقات برنامه ها، کلیپ ها و مطالب انتخاب شده ای رو ارسال میکنیم. اما به دلیل اینکه خیلی از عزیزان تاجیکمون نمیتونن خط فارسی رو بخونن و زبان فارسی رو با رسم الخط روسی می نویسند و می خونند، تصمیم گرفتیم که شماره واتسابی رو برای عزیزانمون در تاجیکستان اختصاص بدیم که از طریق این شماره انشاءالله ما سعی می کنیم در مورد اوقات برنامه ها، در مورد مسائل مختلف، کلیپ هایی که آماده میشه رو انشاءالله برای شما عزیزان ارسال میکنیم که احمد جان، برادر عزیز و کارگردان زحمتکش شبکه جانی وصال حق، انشاءالله اینو زیرنویس خواهند کرد. شما کلمه اشتراک یا به زبان تاجیکی یا به روسی میتونید که به این شماره بفرستید. اول این شماره رو اضافه بکنید، این شماره رو در لیست شماره هایی که در موبایلتون هست اضافه بکنید، حالا بر اسمی که دوست دارید این شماره رو اضافه بکنید در لیست. بعد از طریق موبایلتون و از طریق همون شماره تلفنی که دارید، چه در تاجیکستان چه در خارج از تاجیکستان، کلمه اشتراک رو برای ما بفرستید. به مجرد اینکه شما این کلمه رو بفرستید، عزیزانمون در بخش تاجیکی شبکه جهانی وصال حق شما رو به لیست بینندگان شبکه اضافه خواهند کرد و شما روزانه در 24 ساعت شبانه روز انشاءالله از طریق همین شماره اخبار وصال حق، اخبار تاجیکستان، مطالب زیبا، کلیپ ها و سرود ها و برنامه های مختلفی رو که ما آماده می کنیم انشاءالله به زبان تاجیکی برای شما عزیزان ارسال خواهیم کرد. یک بار دیگه این مژده رو بدم به شما عزیزان بیننده در تاجیکستان که این شماره‌ای که شما در صفحه تلویزیون می‌بینید شماره ویژه تاجیکستان است. فقط عزیزانمون در تاجیکستان پیام بفرستن و کلمه اشتراک رو برای ما بفرستن تا در لیست بینندگان بخش تاجیکی شبکه جهانی وصال حق انشاءالله اضافه بشید. همچنین ما صفحه‌ای داریم توییتر به زبان عربی هست که خلاصه ای از رویدادهای تاجیکستان رو در بخش عربی اضافه می کنیم تا بینندگان عربمون هم از اوضاع داخلی تاجیکستان و از ظلم و ستمی که در این کشور صورت می گیره آگاه باشن. و همچنین وبسایتی رو به زبان تاجیکی افتتاح کردیم که انشاءالله یکی از وبسایت های بله عزیزمون توییتر رو زیرنویس کردن، همچنین سایت شبکه رو، سایت بخش تاجیکی رو به سال حق tg.com این رو هم دوستانمون زیرنویس خواهند کرد که شما میتونید در این صفحه برید و مطالب مهمی رو که در مورد تاجیکستان و به زبان تاجیکی هست از این صفحه انشاءالله دریافت بکنید. و ما صفحه فیسبوک هم داریم به زبان تاجیکی که دوستان در این صفحه مطالب مهمی رو که ویژه عزیزانمون در تاجیکستان هست اضافه میکنن و در این صفحه میتونید شما بزرگواران برید در زیر مطالبی که اضافه میشه کامنت بگذارید و همچنین از اوضاع تاجیکستان و از وضعیت این کشور آگاه بشید. من انشاءالله این صفحات رو خدمت شما عزیزان نشون خواهم داد تا بله
احمد جان اگر که لطف کنید، این صفحه وصال حق به زبان تاجیکی است، www.facebook.com/vesalhaqtg. بله احمد جان زیرنویس کردن. این صفحه تاجیکی وصال حق هست که در این صفحه مطالب مهم، اخبار و کلیپ ها و مسائلی که به زبان تاجیکی ترجمه شده رو شما در این صفحه میتونید دریافت بکنید. همچنین ما صفحه یوتیوب داریم به زبان تاجیکی که عزیزانمون در این صفحه میتونن کلیپ ها و فیلم ها و مطالب مربوط به تاجیکستان رو از این صفحه دریافت بکنن. اینم سایت تاجیکی شبکه جهانی وصال حق هست. احمد جان اگر نشون بدید این رو، همون سایت رسمی شبکه vesalhaqtg.com، فقط آدرسش vesalhaq.tv سایت رسمی شبکه است به زبان فارسی. این vesalhaqtg.com که صفحه تاجیکی، صفحه ویژه تاجیکستان وصال حق است که امیدواریم به زودی انشالله بتونیم این صفحه رو تبدیل به یک شبکه تاجیکی بکنیم که خاص برای عزیزانمون در تاجیکستان باشه. در این قسمت شما میتونید جدول برنامه های هفتهی شبکه رو، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه رو، هر کدومش که کلیک بکنید شما رو برنامه های روزانه رو خدمتتون بیان میکنه با ساعت پخشش به وقت تاجیکستان و میتونید از برنامه های شبکه آگاه بشید. اینم از سایتمون به زبان تاجیکی vesalhaqtg.com. همچنین شما میتونید در یوتیوب، در یوتیوبی که برای تاجیکستان داریم، دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، در این صفحه، این صفحه یوتیوب به زبان تاجیکی هست، در این صفحه شما عزیزان میتونید برید و کلیپ ها و برنامه هایمون رو به زبان تاجیکی از این صفحه انشاءالله دریافت بکنید. حتما برید این به اشتراک بکنید در صفحه یوتیوب، چون اشتراک شما در این صفحه، این قسمت، کمکی است در راه بهتر شدن برنامه های بخش تاجیکی. در این قسمت برید و اشتراک بکنید در صفحه یوتیوب وصال حق در تاجیکستان و بعد از اشتراک شما هفته یک بار تازه هایی که در یوتیوب اضافه میشه رو انشاءالله میتونید دریافت بکنید. ما در برنامه امروز دو مهمان عزیز و گرامی داریم که انشاءالله در قسمت اول برنامه با استاد حسین آشوروف و جناب استاد نورالدین رضایی که با صدا و تصویر انشاءالله با ما همراه خواهند بود و همچنین مهمانان دیگری رو در قسمت دوم برنامه خواهیم داشت که با این عزیزان صحبت‌هایی داریم در مورد مسائل و مشکلات تاجیکستان. هر موقعی که تماسمون با یکی از این عزیزان برقرار شد، آقا احمد بزرگوار به من اطلاع بدن و شما عزیزان هم میتونید در لابلای برنامه زنگ بزنید و در مورد مسائل مختلفی که در تاجیکستان رخ میده با ما صحبت بکنید و شماره تلفن برنامه رو هم احمد جان انشاءالله زیرنویس خواهند کرد که این شماره ویژه عزیزانی است که از تاجیکستان و خارج از تاجیکستان و عزیزان تاجیکمون فقط تماس بگیرن و در مورد مشکلات و ظلم هایی که در تاجیکستان صورت میگیره صحبت بکنن. شماره رو یادداشت بکنید، شماره همچنان در صفحه تلویزیون خواهد بود و ما انشاءالله میان برنامه میگیریم و بعد از اون در خدمت مهمانان عزیز و گرامی خواهیم بود و درد دل آنها را خواهیم شنید و سپس با شما عزیزان همراه میشویم و خواهران و برادران عزیز تاجیکمون انشاءالله در مورد وضعیت تاجیکستان، مشکلاتشون و دردها و آرزوهایشون صحبت خواهند کرد. شبکه وصال حق شبکه مظلومان و ستم دیدگان و کسانی است که منبری ندارند تا صدای مظلومیت و صدای اون مشکلات و رنج ها و درد ها و آرزوهایی رو که دارن به گوش
مردم برسانن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این عمل را از ما قبول بکنه و به من و به شما و به همه عزیزانمون در تاجیکستان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نصیب بکنه و تاجیکستان و همه سرزمین‌های اسلامی را از شر تواغیت، ظالمان و مستبدان آزاد بکنه. میان برنامه می‌بینیم با عنوان اشک یتیم. این میان برنامه در مورد اون ظالمانی است که با خوردن حق ملت به نان و نوایی می‌رسند. با ما همراه باشید. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاه است؟ آن یک جواب داد چی دانم ما که چیست، پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی کوژ پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را برخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. Oh.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، الله شما را جزای خیر دهد که مشکلی برادره ما را و همه مردم جمهوری تاجیکستان که امروز داغ علم دارد این صحبتها را می کند. و من می خواستم یک سؤال برای شما بدهم که به سال حق که او خودش که یک کلمه زیباست، موضوع زیباست که می خواهم همین نه اینکه روزهای چهارشنبه، می خواهم که زیادتر شود اگر فرصت باشد که مهاجرای ما در روسیه و در اروپا و دیگر جاها چیکار بکنن، یعنی که بهره بگیرن، از حالت تاجیکستان با خبر باشن و زیست و زندگانی اونها را بهتر کنیم و خواهران ما، مادران ما که بیچاره هایی که از خانه هاشان بیرون نمی براین که یک مشکلی که پیدا شود که اونها سطر پوشند، سطرهاشان را پوشند و در خدمت فرزندهاشان باشند. بخاطر همین الله شما را در این راه حق نگهبان باشد و چی مراد و مقصودی که دارد به مردم تاجیکستان، خصوصا به جمهوری مردم تاجیکستان، خداوند نصیب گردد. آمین. آیا دل مرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. اما طوری که بهتون قول داده بودیم دو تا مهمان گرامی داریم در قسمت اول برنامه، جناب استاد حسین آشوروف که انشاءالله تماس با ایشون برقرار است. اگر صدای من رو میشنوند، جناب استاد حسین آشوروف، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله جناب استاد، حال شما خوبه؟ دارا شکر، شما خوب هستین؟ خیر هستین؟ یا به لهجه تاجیکی چه خیرید؟ تینجید؟ دارا شکر، میشه و ساز سلامت باشید، بارک الله فیکم. شما چه خیرین؟ شما سازین انشاءالله. الحمدلله، الحمدلله، بارک الله فیکم. الله متعال شما به همراهانتون حفظ کنه.
شما که به لهجه تاجیکی چی خیلی گفتید ما هم باید چی خیلی بگیم. زنده باشید، الله متعال حفظتون کنه. برادر عزیز و بزرگوار، ما در برنامه‌ای که گذشت دیدید در مورد موضوعات مختلف تاجیکستان صحبت کردیم و قضیه مهاجرین، زندانیان، شکنجه ها، بستن مساجد، مدارس و سختگیری هایی که بر علیه فعالان سیاسی و مدنی و علمای دین وجود داره در تاجیکستان. شما به عنوان یک فعال سیاسی در تاجیکستان وضعیت کنونی کشور رو چطور میبینید؟ چون خبرهای زد و نقیزی از تاجیکستان میاد، از یک طرف یک نوع ترساندن ملت وجود داره در مورد حرکت‌های نظامی که در شمال افغانستان یا جنوب تاجیکستان صورت میگیره. شما به نظرتون از اوضاع داخلی تاجیکستان اطلاع دارید؟ وضعیت فعلی تاجیکستان و وضعیت ملت تاجیکستان یا خلق تاجیکستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در خدمت شما هستیم، منبر دست شما هست، ما سراپا گوشیم، بفرمید. خب تشکر زیاد استاد عزیز. اول شما بگید صدای ما برای شما خوب میرسه؟ الحمدلله صدا واضح است و تصویرم ماشاءالله واضح، بفرمید. خب بسیار خوب. بسیار من معذور هستم که در چندین پروگرام های شما اصلا اول ما نبودم و امکانیت برآمد کردن در برنامه های شما امکانیت نبود. البته شاید خبر داشته باشین که ما در یکی از دولت های اروپایی در زندان بودیم، اما به فضل خداوند ما از زندان رها شدیم، امروز در آزادی هستیم و مبارزه خود را انشاءالله ادامه دادستیم و پیشروی های خوب هم هستک. خب مراجعه به سوال شما، واقعا اگر ما ببینیم اینها، ما خلاصه اگر بگم در جواب سوال شما، اینها اصلا یک دسیسه ها و نیرنگ های یک حکومت استبدادی است که عموما در هر کجایی که حکومت استبدادی میون میاد در مابین خلق و مردم پیدا می شود، یگانه راهی را استفاده می برد ترساندن مردم. به هر بازی ها و به هر رنگ ها کوشش میکنه که مردم خاموش کنه. خیلی که ما اولین باره که در برنامه وصال حق برآمد کردیم و آیت قرآن را خواندیم که سیستم فرعونی یک سیستم استبدادی بود که او اصلا او نگفته بود که ما خالق شما هستم، او گفته بود که ما رب شما هستم، یعنی که ما میخواهم که تمام تصرفات شما در دست ما باشه. و این یک نمود ترساندن مردم درباره فرعون خداوند در قرآن کریم ذکر میکنه که فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. استعیذ بالله. خداوند در قرآن درباره فرعون، در صفت فرعون چی میگوید؟ که اصلا ببینیم فرعون یک تیپ انسان است، یک انسانی است که در تاریخ خود فرعون، یعنی در تاریخ مردمش اصلا یگان انسان قهرمان نگذاشته، فقط یک صفت ظالمی داشته که مردم هم میترسوند. از چی استفاده کرده؟ فاستخف قومه. یک فرموله قرآنی است که امروز هر حکومت استبدادی که ما میبینیم یک فرموله است که حکومت های استبدادی از همین چیز استفاده میکنند. اینا همه بازی ها، نیرنگ های سیاسی که فقط مردم اول چیکار میکنند؟ به علم میکنند، هم عقل میکنند، برای اونها علم مهیا نمیکنند، مردم کوشش میکنند که از علم پس مونند. وقتی که یک گروه، وقتی که یک قوم از علم پسمون، بالاخره او میشه و جاهل. و این سیستم فرعونی بود که فاستخف قومه، قومش رو به علم ساخت، قومش رو کم عقل ساخت، فاطاعوه، پس قومش این رو اطاعت کردند. انهم کانوا قوما فاسقین، آنها بودن قومی که از منهج بیرون رفتن. منهج خدا در اینجا چی خیل است؟ منهج خدا همین است که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
این منهج خداوند است که در مقابل پادشاه ظالم شما چرا مبارزه نمیبرید، چرا سخن حق نمیگید. و امروز حکومتی رئیس جمهوری تاجیکستان، این دیکتاتوری قاتلی که امروز هر یک جوان تاجیک امروز قربانی تروریست، قربانی این ظالم، قربانی این حکومت استبدادی میشوند، خود در داخل تاجیکستان و یا خود در خارج تاجیکستان. با همین سیستم این مردم خاموش کرد، بالاخره مردم به درجه آورد که در رگه ها و در پوست های اینها ترس جای کرده. همین سبب است که امروز مردم ما از ترس اینها استفاده میکنه، این حکومت بالاخره نمیمونه که اینها صحبت بکنن. سلامت باشید. جزاکم الله خیر، تشکر از شما. جناب استاد آشروف، راه خلاصی ملت در مقابل این دیکتاتورهایی که همیشه روششون در برخورد با ملتها، با انبیای الهی، با دعوتگران و با فعالانی که هستن این بوده که به طور مثال ما در قرآن کریم داریم وقت روش نمرودی که قالو حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، گفتن آتیش بزنید. یا اونجا فرعون به موسی علیه السلام و قومش میگه که زن و بچه‌هاشون رو بکشید، اینا رو زندان بندازید و اینا رو خلاصه نابود بکنید. روش فرعونی و نمرودی در زندان انداختن، نابود کردن و از بین بردن و ترساندن. ما در فارسی مترسک میگیم، این که کشاورزا اگر دیده باشید در زمینهای خودشون یک دو تا چوبی رو، یک لباسی رو بهش میپوشانند تا گنجشکا و پرنده ها رو بترسانند که محصولات کشاورزی رو نخورند. از داعش و از به اصطلاح سازمانهای مسلحی که هستند در افغانستان یا در بعضی از قسمتهای جهان، اینا یک مترسکی ساختن برای ترساندن مردمها. و هر موقعی که کسی اعتراض بکنه در سخنرانی ها در مجالسشون میبینیم که میگن که بله داعش میآید و فلان میآید، و یعنی یک لولو خورخوره به قول ایرانی ها، یک مترسکی درست کردن که مردم رو به وسیله این بترسانن. حقیقت این ماجرا چیست؟ آیا واقعا تاجیکستان از طرف گروه های مسلح مانند داعش تهدید شده؟ واقعیت امر چیست و هدف از این تبلیغات چیست؟ بسیار خوب سوال. اصلا چی نموده که ما پیشتر ذکر کردیم که مردم اصلا تمام راه ها را استفاده میبره این حکومت. بله. تمام راه ها را استفاده میبره که تاکی حکومتی این استبدادی، حکومتی دیکتاتوری باید باقی ماند. به خاطر حکومتی اولادی است. و ایه که ما میشنویم امروزها در اخبارها از گروهی ما گپ میزنند یا که از دیگر گروه ها گپ میزنند یا که از هر گروهی که امروز مردم میترسونند، اینا یک سیستم و یک تاکتیکی است که مردم به همه چیز تسلی میتین، مردم به همه چیز آرام میکنند که ما از شما دفاع میکنیم. اگر واقعیت ببینیم، اگر واقعیت ببینیم، پرده روی این پرزیدنت ما بگیریم، از زیر پرده خوب میبینیم. واقعیت بگیم که اصلا این مبارزه در تمام ساحه ها، نه فقط که ما از دین صحبت میکنیم، مبارزه امروز بر اقتصاد تاجیکستان. چرا مردم ما میگریزند میروند روسیه کار میروند؟ درست. ما یک از کمکه که از موضوع خارج میشم، باز دستر سوال شما ما جواب میدیم، راحت بشه. امروز ما میبینیم اصلا حکومت تاجیکستان مردم به همین نمود میترسوند. مردم ها میگن که گمش کنین که اینا یک گروه هستند که گروه ارهابی هستند، گروه هستند که جنگ میارند، گروه هستند که اینا مردم ها دربدر میکنند مثل سال 92 و 93 میکنند. اگر واقعیت ما ببینیم، جنگ اصلا یکی نیست که فقط سلاح به سلاح بجنگی. امروز مردم تاجیکستان برگشنگی میجنگند. تمام مردم تاجیکستان، 2 میلیون اهالی مردم تاجیکستان، خصوصا جوانا مهاجر شدگیان، گریزه شدگیان. از چی؟ از دشمن. او چی است؟ او گرسنگی است. پیش این گرسنگی را کی باید بگیره؟ مسئول کی است؟
رئیس جمهور است که امروز باید مسئولیت خودش را باید ادا بکنه، اما اینا نمیکنند به خاطر اینکه اینها مردم را به هلاکت برده استند. مردم را کوشش میکنند که از بین ببرند، کوشش میکنند که در تمام ساحه ها یعنی دست بزنند زهر خودشون را بچکنند. این موضوعی که شما گفتین امروز مردم را چیکار میکنند، مردم را میترسانند که گروه های میاکی گروه های شما را اصلا امروز ما میبینیم فقط در تلویزیون یک چیز نشان میتین، گروه های اسلامی گروه های را نشان میتین که مردم بترسن، یعنی که یک هیکل اسلام برای مردم نشان میتین ببینین او مردم این اسلام است، این گروه است که فرد برای شما میان شما را میگن که ما آزادی آزاد میکنیم شما را از ظلم. نه اینها را ببینین. بازم میگم که استاد که یک تاکتیکای پلیدوای تاکتیکای همین خبیثه که امروز مردم ما را در بدر کرده گی، مردم فقط به داعش میترسونن، میگن اینو داعشن، میگن اینو القاعده ان، میگن ما هیچ کس نیستیم، ما مردم مظلومیم. به نام خدا قسم میخورم که من از داخلی ساختمان های روسیه مثل یک مردم عادی ما کار میکردم، بالاخره ما دیدم که مجبور شدم که وقتی مقدسات دین ما پایمال شد، وقتی حقوق مردم ما پایمال شد، وقتی که دیدم مادرها گریه میکنن، وقتی که دیدم که طفلای هستن که پدراشون زندان میشوند، از بحر طفلهای خودمون میگذشتیم، از آزادی های خودمون گذشتیم، به نام خدا قسم میخورم که راهی را که ما انتخاب کردیم فیصله آخری است که ادامه دارد و انشاءالله ما ای را ادامه میتیم. یکی که امروز مردم میگن داعش، اینا هیچ حقیقت ندارن، دروغن دروغن، باز میگم که دروغن، به خاطر مردم امروز تلویزیون سعی میکنن، امروز تماشا میکنن تلویزیون که خب به خاطر مردم علم ندارن، به خاطر مردم جاهل کرول، مردم فقط باور به تلویزیون میکنن، هر چیزی که در تلویزیون دیدن فقط تعریف و توصیف یک دجال، تعریف توصیف یک حرامزاده، یک رئیس جمهوری، یک قاتل که شاعر میگه که خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های جامعه قصاب رو. اگر واقعیت ببینیم دست پنجه این رئیس جمهوری تاجیکستان همه خونی نید، این از حقیقت که اصلا این گپای اینا هیچ اساس ندارن، دروغ میگن. باز میگم که والله دروغ میگن، نه داعش است، ما به هیچ کس اصلا دشمنی هم نداریم و ما اصلا مردمیم که برای مردم همیشه ما خیر میخواهیم. بله. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. جناب استاد، ما یک در رابطه با همین موضوع، من احمد جان اگر این سفر رو نشون بدید، صفحه که در مورد وضعیت تاجیکستان، اینا همیشه سعی میکنن که بروش های مختلف مردم رو فریب بدن، خاصتا علمای جهان اسلام و ملت های مسلمان رو. این روش حکومت تاجیکستان بوده از چند سال به این طرف. کنفرانس امام ابو حنیفه درست کردن به بانه تقدیر و بزرگداشت از امام ابو حنیفه، که هدف اصلی فریب دادن علما، فریب دادن دعوتگران و تغییر به اصطلاح رأی عموم مسلمان ها در مورد جنایت هایی که در تاجیکستان این حکومت داره انجام میده. چند روز قبل یک کنفرانس بین المللی در تاجیکستان انجام گرفت که عنوان این کنفرانس بود که اسلام ضد تروریسم و ضد به اصطلاح تشدد هست. این کنفرانسی بود که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان این کنفرانس رو برگزار کرد. جالب این است که یک ظالم، یک خونخوار، یک جنایتکار، یک انسان فرعون منش، نمرود منش بیاد در مورد تروریسم صحبت بکنه، واقعا خنده‌دار است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه چیز وارون است، یعنی مظلوم، انسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته به عنوان ظالم معرفی میشه و اون کسی که ظالم هست و اون کسی که جنایت میکنه به عنوان به اصطلاح مظلوم معرفی میگرده، چون اینها با همون پولهایی که دارن و سرمایه‌هایی که دارن از جیب همین ملت دزدیدن، تلویزیون ها و
کنفرانس ها و بزرگداشت هایی که درست میکنن، همه اینا را در راستای تثبیت پایه های حکومت ظلم خودشون استفاده میکنن. بر صورت عده‌ای از علما رو جمع کردن، دعوت فرستادن برای علمای مختلف از سراسر دنیا، و یکی از کسانی که در این کنفرانس شرکت کرده بود نائب رئیس هیئت علمای مسلمین هست که رئیس شیخ یوسف قرضاوی است و به اصطلاح معاون ایشون آقای قرداغی یا قرداغی که ایشون رو هم دعوت کرده بودن به تاجیکستان. اما جالب است، من فقط قسمت هایی از سخنان ایشون رو که در این جلسه اظهار کردن من خدمت شما بینندگان عزیز و جناب استاد آشوروف میخونم. ایشون میگن که اساسی ترین مصیبت ها و مشکلات جهان اسلام فتنه های قتال، تروریسم فراگیر تمام سرزمین ها و بندگان خدا و جنگ های خراب آور. من از نسل تاجیکیشون میخونم، یک کمی شاید همخوانی نداشته باشه با ادبیات معمول در افغانستان و ایران. نوشتن که جنگ های خراب آور داخلی در شام و عراق و لیبی، علاوه بر وضعیت ننگاور سرزمین فلسطین، قدس شریف و غزه، قتل عام اقلیت ها در روهینگا و میانمار و آفریقای میانه و غیره شناخته می شود. امروز دایره تفرقه و پراکندگی تنها دامنگیر دولت های اسلامی نیست، بلکه آن دامن تمام ملت های مسلمان را فرا گرفته. اندیشه های تندرو و ایدئولوژی های که با اسلام بیگانه باعث پاره پاره گشتن امت اسلامی و فرقه و گروه ها که با هم دشمن شدند. و در ادامه میگن که وضعیت فعلی به تمام رهبران کشورهای مسلمان نشین، دانشمندان و متفکرین لازم میگرداند تا با کمال حکمت و با استفاده از تحقیقات علمی، دایر نمودن کنفرانس ها، طرح رایعل های علمی جدی، صادقانه، منصفانه و فراگیر و تمام پهلوی فکری و اقتصادی و اجتماعی گرفتاری های به میان آمده را معالجه نمایند. نباید رهبران برای معالجه این مشکلات از رایعل های استخباراتی، امنیتی و نظامی و تجربه های ناکامی که آنها را تجربه کردن را در علاج مشکلات نشان دهند و از این وسایل استفاده ببرند. یعنی این سخن این عالم که در این کنفرانس شرکت کرده بود خطاب به آقای رحمانوف است که شما با کشتن مخالفین سیاسیتون، با زندانی کردن، با شکنجه کردن در زندانها، با تبعید کردن، با به قلو زنجیر کشیدن، با اذیت کردن، شما نمیتونید که نتیجه دریافت بکنید، بلکه نتیجه برعکس خواهد بود. من بارها گفتم در همه برنامه ها و در همین برنامه، کسانی که امروز بر ملت ها ظلم میکنن به خاطر فکر کسی رو زندان میبرن، این انسان ها تبدیل میشن به تروریست. این ظالم ها و مستبدین و این حکومت ها هستن که با ظلم و ستم به این جوان ها زمینه ایجاد تفکر متشدد و متطرف و تروریسم رو ایجاد میکنن. شما چه توقع دارید از جوانی که به خاطر یک حرف مخالف با حکومت اینو بردن زندان کردن، شکنجه کردن، مال و داراییشو مصادره کردن؟ تصور بکنید ما در تاریخ اسلام سیدنا فاروق اعظم بر نصفی از کره زمین حکومت میکردن در اون زمان. یک عربی بیابانگرد عادی در مسجد بلند میشه بر علیه خلیفه صحبت میکنه، ازش انتقاد میکنه، و امروز ببینید که اینها نه تنها کسی جرأت مخالفت با اینها رو نداره، بلکه کسی جرأت نداره که از همون حقوق شهروندی خودش استفاده بکنه در کشورش. جناب استاد آشوروف، سخن پایانی شما و تعلیقی اگر داشته باشید نسبت به این سخنان این عالم هیئت علمای مسلمین و کنفرانسی که در تاجیکستان در مورد تروریسم دایر کرده بودند. ما در ادامه صحبت شما ما میخوام اضافه بکنم که اصلا ما اگر ببینیم واقعیت بزرگی است که این علم، یعنی با کشتن یک مخالفین و با زندان کردن مخالفین راهی حل نیست. امروز آتشی که در گرفت این را بفهم که این سیستم و فرمول و این نظام خود پروردگار است. خداوند در قرآن می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. این نظام خدا است که اگر نابودی یک گروه با یک گروه دیگر نباشه، در روی زمین او گروهی که ظلم میکنه او فساد میاره. یکی که شما با کشتن عمر علی قواتوف یا که با زندان کردن مقصود ابراهیم یا که با کدام اشخاصی شما گرفتین زندان کردین، این راهی حل مشکل شما نیست. ما برای حکومتی خطاب میکنم، شما خوب گوشات نهوی بکنین، گوش کنین سخن ما را. ما همون جوانای مظلومی هستیم که از ما بین مردم قنات برآوردیم، امروز سخن حق در مقابل پادشاه ظالم میگیم و این حقیقت است. و باز میگم که این راه را ما ادامه میدهیم. این راهی هست که هیچ وقت پسگردی نداره. درست. تشکر از شما. بله بفرمایید. به خاطری که راهی هست که هیچگاه پسگردی نداره، همیشه ما حرکت به پیش. وقتی ما پس میگردیم که سرمون از تنمون جدا میشه. به خاطری که 24 سال فقط شما حیله و نیرنگ کردین، به خاطری که شما مردمی ما را در بدر کردین، شما حکومتی ها خوب بفهمین که خوشخبری برای ما علکه آمادگی است که اولین قدمی که شما گذاشتین که مقدسات دین ما را پایمال کردین، بدون که مقدسات دین ما را پایمال کردن که حقوق مردم ما را پایمال کردین که یگان کس یگان چیز شما را نگفت، بالاخره شما آمدین به قانونهای خود خداوند دست دادین. از جمله مکرمه که در اسلام آباد با ما میخواند، این یک شیطان صفت در کمیته دین همچون یک مفتی مشهور نامیده میشود و این انسان تصدیق به قانونهایی که بر علیه دین ما برآمده بود تصدیق کرده گیه. ایه که ما از دین ما دفاع میکنیم، این حقوق شهروندی خودمونه. ما در یک دولت دموکراسی قرار داریم، ما حقوق داریم، از حقوق های شهروندی از جمله ما دینمون باید آزاد باشه، ولی لباس پوشی ما هم آزاد باشه. اینها دیگه مشکلاتی ندارن، دیگه یگان مشکلاتی در تاجیکستان ندیدن به غیر از اینکه دین ما چنگ بزنن. اینا بفهمین که هلاکت شما نزدیک است. من اینا مطمئنا میگم برای شما، اینا خوب گوش کنین، امروز تمام مردم تاجیکستان بفهمه که ما جوانای هستیم که قربان میشیم، ما جوانای هستیم که سر میتیم که شما را از این ظلم آزاد کنیم. به خاطری که شما ببینین که شاعر در یک شعر میگه که وطنداران وطن دیگر از این بدتر نخواهد شد، شود شاید از این بدتر ولی بهتر نخواهد شد. نظامی را که تهدا باش زیسنگ شیطنت باشد، در آن کشور که رهزن در مقام سلطنت باشد، در آن کشور که با دزدان مدال زر شد در زانی، در آن کشور که مولایش بود آدم کش و جانی، در آن کشور که کفرش میکند دعوای اسلامی، در آن کشور که دانا را کنند محکوم به نادانی، در آن کشور که فرهنگش به دست رهزنان باشد، در آن کشور که تبعیض و دورنگی زبان باشد، در آن ملت که بیداد و ستم از زور بالا شد، خشونت ها شمارش روز از دیروز بالا شد، از آن دزدان فرهنگ او مولاهای آدم رنگ، ایمه دزدند فرهنگت بسدها هیله و نیرنگ. حذر کن زین همه مکر و فریب و هیله باطل، تو برگیر از درخت اتفاق و همدلی حاصل. حذر کن دام تزویر است و تبعیض و درنگی ها، زبان بحری تکلم شد نه از بحری درنگی ها. نه ازبیک و نه تاجیک دشمن ما در وطن باشد، همه نیرنگ استعمار و اعمال رزیل اوست. همین امام علی همه نیرنگ و استعمار و اعمال رزیل اوست، زبان و دین و مذهب دانه ای دام کمین اوست. من و تو میتوانیم این وطن معمور و آبادان، تو با من شو اگر خواهی وطن را از دل و از جان. تشکر از شما. تشکر زیاد. تشکر از شما. من پیام آخری مون برای مردم میخوام که مردم پیام آخری مون بگذارم. بفهم. ای مردم شریف تاجیکستان، ای جوان ها، ای
ای مادرها، ای پدران، امروز ما تیاری دیدستیم برای خاطری که شما را از این چنگال کرگسون آزاد کنیم و انشاءالله ما به هدف میرسیم. شما وقتی که فرزندهای شما برای خاطری آزاد کردن شما از زیر چنگال این کرگسون اینا کوشش میکنن، شما کوشش نکنید که فرزندتون از این راه بگردانید. ببینید که حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام بهترین نمونه در تاریخ ما گذشتگی است. البته خداوند وقتی که از ابراهیم علیه السلام خواست که فرزند خودت را برای ما قربان بکن، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. البته خداوند محتاج اسماعیل نبود که او را ذبح کنند، اما قلب حضرت ابراهیم علیه السلام را میخواست که امتحان کنه که به چه قدر مهر داره به خداوند. امروز شما دعوایی میکنید که ما مسلمان هستیم و ما مؤمن هستیم. امروز فرزندای شما از مابین شما برآمدند در راه حقیقت. امروز حقوق های مردم ما و شما پایمال شد. حکومت ما وطن ما را گرفت و آهنپاره ها تبدیل کرد و آهنپاره ها را سودا کرد. زمین ما و شما را سوراخ سوراخ کرد. وطن ما و شما را به چین سودا کرده. اصلا حقوق نداره، به یگان قانونی نه دموکراتی و نه به قانونی اسلامی هیچ حقوق نداره. ببینین ای پدران، ای مادران، ما همچو فرزند شما به همه شما ما خطاب میکنم که ما قربان شما پدرها و مادرها و برادرهایی که امروز مظلومین و او زندانی هایی که در داخل وطن زندان هستن، بیگناه شما زندان شدین. ما سر دادن تیار شدگی هستیم که ما سر میدهیم شما را انشاءالله آزاد میکنیم. ببینید که ابراهیم علیه السلام وقتی که خداوند امتحان گرفتک، امتحان بر ابراهیم علیه السلام و اسماعیل بود. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وقتی ابراهیم علیه السلام از پسرش میپرسه که ما در خوابم دیدم که ترا من قربانی میکنم، تو چی فکر میکنی؟ نظریت بگو. اسماعیل علیه السلام میگه که یا ابتی افعل ما تؤمر. ای پدر جان، نگاه کنین احترام بین پدر و پسر. ای پدر جان، یا ابتی افعل ما تؤمر، بکن هر چیزی که امر شدگی. ستجدونی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله مرا از همه جمله بنده های صبر کنندگان میابید. وقتی که میبره در مذبحه میخواه حکیره قربان بکنه، خداوند از بالا صدا میکنه قد صدقت رؤیا. ای ابراهیم علیه السلام، تو خوابی خودت تصدیق کردی، از همه روز خلیل خدا شده، از همه روز دوست خدا شده. شما ای پدران، این فرزندای شما خستگیان به خاطر دینتون خستگیان و به خاطر آزاد کردن همین تمام مادرهایی که امروز میگریان و او طفلکایی که یتیم ماندگیان. از همه شما ما خواهش میکنم که شما هیچ وقت صد راه فرزندتون نشین. امتحان برای شما هم هستک و برای فرزندهای شما هم هستک. و از علمای و سیاستمدارانی که امروز در داخل تاجیکستان هستند، اما امروز موقف خاص نمیگیرند. ایرا گوش کنین، ایرا خوب بفهمین که مسئولیت اصلا در دست شما بوده. امروز ما مجبور شدیم که یگان مسئول، یگان روحانی، یگان سیاستمدار در مقابل ظلم ظالم ایستاد نشده. ما جوانان مجبور شدیم خواستیم که از دینمون دفاع کردیم و از وطنمون دفاع کردیم. امروز وطن ما را سودا کردگی است. امروز ازبکستان، چین امروز دعوای زمین میکنه. چرا؟ به خاطری که ای مردم مسئولی که بدین که شما روحانی ها بدین، امروز قرصک بر یک ظالم میزنین. به نام خدا قسم است که فردا در پیش قیامت، در پیش خدا روز قیامت مسئول هستین، جوابگو هستین. شما ببینین که رسول خدا میگه که اذا رأیت امتی تهاب ان تقول للظالم یا ظالم فقط ودع منهم. اگر امت مرا ببینن که ظالم از ظالم گفته نمیتونه، از او شیرینی های زندگی گرفته میشوه. و بطن الارض خیر من ظهرها، و شکم زمین از پشت زمین برای اونها بهتر است. یعنی مردن شما از زنده بودن شما را بهتر است. از همین امت رسول خدا هم بیزار است.
مسئولان دین شما گوش کنین که وقتی که شما بین حق و باطل شما معرکه را خوب دیدستین، حقیقت را خوب میفهمین همتون، از سیاست مدارا و با تمام عالم ها و مستفید ها و پدرها شما میدونین. وقتی که موقف خاص نمیگیرین، عالم میفرماید که وکن ما تشا، پس بشو هرچی که میشوی، مصلیا متعبدا فی المحراب او شاربا للخمر فی الحانات فکیل الامرین یصبحان سوا. اگر تو نماز خانی در محراب شب و روز نماز میخونی یا که می در میخونه ها می مینوشی میگردی، هر دوتون در نزد خداوند هر دوتون برابرین. به خاطر شما حقیقت دانستین اما امروز خاموش هستین. از شما ما خواهش میکنم که ما امروز بگذار قربان شیم، اما ملت آزاد شوه از چنگال این نمود پلیدان، از چنگال این نمود خبیثان و کرگسان که در سر قدرت آمدگی هم. بسیار ببخشید که ما بد میگم، اما دیگر نمیتونم دیگر، احساسات ما تماما بلند میروه. وقتی که ظلم مردم ها میبینم، وقتی که میبینم مردم ما، اشک مردم ها میبینم، دیگر صبر و طاقت نمیمونه. از همین خاطر هموطنان، از شما بسیار ما خواهش میکنم، برادران همچو یک برادر کوچک شما، شما هیچ وقت به این کسانی که امروز قیام کردن بر علیه ظالم، این را بفهمین که خداوند با هم مظلوم هست و این فرموله خداوند است که اتقوا دعوت المظلوم فانها تحمل على القمم فيقول الله وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. رسول خدا می فرماید که از دعای مظلوم بترسید که دعای مظلوم بالای ابرها می شود و خداوند قسم یاد نکند که عزتم قسم، خداییم قسم که این مظلوم ما ترا کامیاب میکنه. ترا بفهمین که کامیابی و نصرت پیروزی طرف مردم مظلوم است. این وعده خود پروردگار است. خب سلامت باشی استاد عزیز. شما. من فقط یک نکته بود برادر عزیز و بزرگوار که مدتی ارتباط با شما قطع شد و ما هم در اندیشه این بودیم که خدای نکرده مشکلی برای شما ایجاد نشده باشه. همونطوری که میدونید خواهرمون شبنم و برادر آدینه اوف که در یکی از برنامه‌های ما اشتراک کرده بودن فعلا ناپدید هستند و اون خواهری که در یکی از برنامه اشتراک کرده بودن ایشون رو دستگیر کردن و این حکومت همیشه سعی میکنه که به هر روشی شده مخالفینش رو ساکت بکنه، با ترور، با ارهاب، با ترساندن، با زندانی کردن، با کشتن، با شکنجه کردن. انشاءالله که مشکل جدی برای شما رخ نداده بود در این مدت. استاد عزیز، بله یک مدت بود که من خاموش بودم، اصلا من رابطه با هیچ برادرام نداشتم. من تقریبا مدت 36-37 روز در زندان یکی از دولت‌های اروپایی به نام گریسیا یونان، در همونجا ما را زندان کرده بودن، از طریق انترپولی ما را گرفته بودن و ما را به همچو ارگانایزر آف اکستریمیست، یعنی که یک ترتیب دهنده ای که اکستریمیست میخواه که رژیم تبدیل کنه. درست. بار بکنه استاز، وقتی که در دست من دستبند زدن، دستبند زدن، قسم به نام خدا، من دستبند زدن به طرف آسمان نگاه کرد، گفتم خدایا برای دین تیره زدن. ما خیلی نوجوان نیستم که من پشیمان شده باشم. مرا بردن در زندان و حضرت یوسف در یاد ما آمد که وقتی که حضرت یوسف خداوند زندان، وقتی که در قسمت او زندان بود، بعد از زندان برآمدن خداوند به او آب رو داد و شاید که خداوند گناه های مرا در همون زندان بخشیده باشه، اما که بگوی که من ترسیده باشم که من چی به در این راه برآمدم، کاش که من در این راه نمی برآمدم، به نام خدا یگان ایگپا در دل من نگذشته بود و تمام رمضان در داخل زندان بودم، روزدار بودم. الله متعال قبول هیچ وقت پشیمانی هم نکردم و هر وقتی که پلیس آمدگی است و اینترپول آمدگی است، پسیخولوگ آمدگی است، همون کسی که علمی نفس هم میفهمه، سایکولوژیست آمدن از من پرسان کردن، من هیچ گونه ترس نشان ندادم. من بازم گفتگی هستم، حکومت دیکتاتوری است، پرزیدنت ما ظالم است، قاتل است، تروریست است، اکستریمیست است، هر چیزی که در زبان ما آمده در حق این پرزیدنت گفتم، به خاطری که واقعا هست. اینا وقتی که دیدن که ناترسی را، گفتن که نمیترسی که در این راه برآمدگی، ما گفتم که اگر که ما بترسیم
یک گروه شما مثل که امروز شما آزادین، یک گروه قربان شد که امروز شما این هم آزاد هستین. ما هم هیچ فرقیت نداره که ما در این راه قربان شید. تشکر از شما. همین سبب بود که ما در زندان بودیم. خدا را شکر بار بکنی استاد که مثل یک مهمان خانه بدک. حرمت هم داشتیم، عزت هم داشتیم، آبرو هم داشتیم و حتی وقتی که اینا وقتی که فهمیدن که هدف ما خدمت برای مردم است، بالاخره در داخل زندان یکی از ما شخصای مشهوری که به نام چگیوارا یاد می شود، در داخل زندان به همون نام مرا صدا میکردن. اما ما میگفتم که ما او نیستیم، ما نام ما به نام حسین اشروف است، اما مشهور به نام اسکای فورس است. الله متعارف کنه شما را، الله متعارف کنه شما و همراهان شما را، انشاءالله که در این مبارزه موفق و کامیاب باشید. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون. زنده باشید استاد عزیز. ما از شما بسیار مندور هستم که شما پیش از اینکه من سخن خودم به آخر برسانم، مندوری خودم بیان میکنم که شما بسیار همکاری کردین و در این راه مبارزه واقعا با ما همکاری کردین و سهم گرفتین. از شما ما بسیار مندوریم. حتی مادرای بدن که در حق شما دعا کردن، مستفیدهای بدن که در حق شما دعا کردن. انشاءالله روزی ما نزدیک است استاد. انشاءالله سلامت باشید. سلامت باشید. وظیفه ما هست این کمترین خدمتی است که ما میتوانیم برای عزیزان تاجیک انجام بدیم. تشکر از شما. تشکر میکنم از استاد گرامی آقای حسین آشوروف که با ما همراه بودن و درد دلهاشون رو در مورد تاجیکستان. تا تماسمون با بیننده بعدی و مهمان برنامه استاد نورالدین رضایی برقرار میشه، من خبری رو که عزیزانمون از بخش تاجیکی برایمون فرستادن که در مقامات تاجیکستان یکی از مساجد جدیدی که در ناحیه فیض‌آباد در ده شکوری رو ساخته بودن ملت تاجیکستان، این مسجد را بستند و هر کس که در این مسجد نماز بخواند 400 سامانی جریمه می شود. سبحان الله، در کشور اسلامی در تاجیکستان یک جنایتکار میاد میگه که هر کس که در این مسجد نماز بخوانه 400 سامانی جریمه است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که همه زمین رو الله سبحانه و تعالی برای من مسجد قرار داده و این جنایتکار میاد و به مردم میگه که هر کس که در این مسجد نماز بخوانه، این شخص باید جریمه بشه. و الله سبحانه و تعالی در مورد این انسان و این کسانی که این مساجد را خراب می کنن، این آیه را در قرآن کریم می فرمای. احمد جان این را نشون بده. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. و کیست ظالم تر از آن کسی که مسجدهای الله رو رفتن به مساجد الله رو از جلوش میگیره، نمیذاره که مردم به مساجد الله سبحانه و تعالی برن و مانع میشه که از اسم الله سبحانه و تعالی در این مساجد یاد بشه و در ویران کردن مساجد کوشش میکنن. شایسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند. ببینید این جنایتکارا وقتی که وارد مساجد میشن چطور با ترس و واهمه و با بادیگاردها و با نگهبانها، از خوف و حراسی که از مساجد دارن. بهره آنان در دنیا خاری و رسوایی است و در آخرت عذاب بزرگ الله سبحانه و تعالی. برای کسانی که مانع رفتن مسلمان ها به مساجد الله سبحانه و تعالی می شوند. در این مسجد که من خدمت شما تصاویرش رو نشون بدم، در ناحیه فیض‌آباد، احمد جان تصویر این مسجد رو نشون بده. این تصویر مسجدی است که
نماز خواندن در اینجا 400 سامانی جریمه دارد. اگر شما بخواید در اینجا نماز بخوانید 400 سامانی شما رو. تصویر بعدی رو هم احمد جان نشان بدهید. این تصویر خارجی مسجد هست، مسجدی به این زیبایی، و اینم داخل از دور تصویر این مسجد هست در این منطقه زیبا و سرسبز در ناحیه فیض‌آباد، که این مسجد رو بستند و هر کسی که در اینجا نماز بخوانه 400 سامانی جریمه است. باور کنید که حتی صهیونیست هایی که در فلسطین اشغالی هستند، کسایی که قدس و بیت المقدس رو اشغال کردند، این گونه با مساجد برخورد نمی کنند که این مدعیان دروغین مسلمانی با مساجد مسلمانان در تاجیکستان برخورد می کنند. حالا یک مطلب خیلی خنددار و جالبی رو من دیدم امروز که احمد جان اگر این تصویر رو نشون بدی، روزنامه فرج در سایت خودش مطلبی رو می نویسه که رحمانوف خطاب به مفتی میگه که به مجالس دعوت ها و مهمانی های منصبداران کم برو. شرم است واقعا برای یک عالم دین، رئیس کمیته دین. که ادامه خبر رو احمد جان نشون بدید. در ادامه این خبر میاد که رئیس جمهور تاجیکستان در شورای وزیران به اصطلاح اظهار میکنه که جناب مفتی باید به مجالس عروسی و دعوت هایی که میشه در بین منصبداران و بزرگان باید کمتر بروند. اما این جناب مفتی شکم پاره که به همه چیز فکر نمی کنن الا به شکم خودشون و به اینکه چطور در خدمت این حکومت باشن و چطور به طبل این حکومت برقصن و چطور دین رو تحریف بکنن، چطور آیات الهی رو به بهای اندک بفروشند. اینها همون کسانی هستن که در مورد اینها الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم چی میگه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. کسانی که کتاب بر پشت اینها بار است، اسم عالم اسم اینا گذاشتن، علم دارن، جزء علما محسوب میشن، قال الله و قال رسول میگن، کتاب خواندن، این آقا عالم هست. شو فکر نکنید که انسان عادی است از کوچه و بازار آوردن، عالم هست. اما این علمی که ایشون داره مانند این است که شما یک الاغی رو بیارید، که مثل الحمار یحمل اسفارا، یک الاغی رو بیارید، یک خری رو بیارید، صحیح بخاری و مسلم و قرآن کریم و تفاسیر و این چیزا بار بکنید. آیا این همه کتاب هایی که بر پشت این الاغ بار کردید تأثیری در این الاغ میگذاره؟ نمیگذاره. ولو این که با همه این بار این الاغ را به مکه هم ببرید و پس بیارید، به قول شاعر خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد. اینهایی که در خدمت ظالمین و مستبدین قرار دارند، ببینید که چقدر بی عزتند، چقدر بی آبروند. یعنی رحمانوف داره چی میگه؟ آقای سید مکرم، آقای سید مکرم، کمتر بخور، کمتر برو شکم پارگی بکن، کمتر برو خودتو خار و ذلیل بکن در مهمانی های مردم. واقعا ننگ و عار است برای یک عالم دین که این گونه باشه. ننگ و عار است برای یک عالم دین که نصف تاجیکستان رو به روس ها فروختن، نصفش رو به ایرانی ها فروختن، مردم دارن شیعه میشن، مردم دارن گمراه میشن، به عزت و ناموس دختران تو، خواهران تو، ملت تاجیکستان، دختران شما هستن، خواهران شما هستن، در مورد ناموس اینها فکر نمی کنید. چند روز قبل برادری می گفت که خواهری در تاجیکستان شیعه شده. وقتی می رفتم ازش پرسیدم که چرا شیعه شدی، گفت ایرانی ها یک شرکت ساختن در دوشنبه، شرط کار کردن در این شرکت این است که باید شیعه بشی. گفت من برای سیر کردن شکم خودم و اولادهایم رفتم شیعه شدم. ننگ و عار است برای سید مکرم و برای امام علی رحمانوف که یک زن تاجیک به خاطر پر کردن شکمش مجبور بشه تن فروشی بکنه، مجبور بشه دینش رو بفروشه.
و شما آقای سید مکرم رئیس جمهور به شما میگه کم بخور، شکم پارگی نکن، به مهمانی ها نرو، و اینها به همه چیز فکر میکنن غیر از به عزت و شرف ملت تاجیکستان. آقای استاد نورالدین رضایی، اگر تماس با ایشون برقرار است احمد جان به من اطلاع بدید. برادرمون استاد محمد صابر بزرگوار، استاد گرامی سلام الله علیکم و رحمته و برکات. صدای من را دارید؟ خب تا تماسمون با ایشان برقرار میشه، احمد جان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنید. تماسایی رو میگیریم از عزیزان تاجیکمون که در مورد درد دلهای خودشون انشالله صحبت خواهند کرد. اولین تماس از تاجیکستان قطع شد. دومین تماس، بله سلام علیکم. تماس بعدی، بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری بفرمایید. بیننده گرامی، یک دو سوال از کرون بود. ببینید، موضوع برنامه ما در مشکلات تاجیکستان است. اگر در این رابطه موضوع دارید و صحبتی دارید بفرمایید. سوالات شرعی رو انشاءالله در برنامه پرسش و پاسخ مطرح بکنید. یک بار تماس میگیرم برای این حاضر جواب میدادید استاد. موضوع برنامه نیست برادر عزیز و گرامی، انشاءالله روز دوشنبه تماس بگیرید، پاسخ سوالتون رو دریافت خواهید کرد. من تشکر میکنم از شما. هر روز دوشنبه گوش کنید استاد. بله روز دوشنبه انشاءالله. کدام آیه در قرآن منسوخ شدگی و سوره؟ کدام آیه و کدام سوره در قرآن منسوخ شده؟ آیات و سوره های زیادی است در قرآن کریم که منسوخ شده. همین میگفتید. بله باش، تشکر از شما. رحمت. تشکر از شما، زنده باشید. بله بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خب من خواهش میکنم از عزیزان بیننده که تماسشون وقتی برقرار میشه صدای تلویزیون رو کاملا ببندن و از گوشی تلفن با ما صحبت بکنن تا که مجبور نشیم تماسشون رو قطع بکنیم. بیننده عزیز از طریق اسکایپ، بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. خب برادر عزیزمون محمد صابر، سلام الله علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. اولا من میخواستم سلام خود را پیام خدا بر تمام مردم شهروند تاجیکستان برسونم. و امروز من میخواستم در اطراف عدالت اجتماعی که در جمهوری تاجیکستان به کلی از بین رفته شده است و رفتگی است، یعنی در تاجیکستان یگان شخصیتی نمیداند که سخن آزاد یا که یگان فعالیت سیاسی خود را انجام بدهد. البته که بدبختی امروز در حکومت تاجیکستان، حکومت دیکتاتوری که هست از طرف رئیس جمهور، چهار شاخه‌ای که امروز باید وظیفه خود را ادا بکنند، اینها و وظیفه خودشان در پیش ملت، در پیش شهروندان تاجیکستان ادا بکنند، اینها با جداگی یعنی نمیتوانند اینها را به انجام برسانند. این وزارت عدلیه، پارلمان، وکیلان خلق، مطبوعات، خبرنگارها، اینها با کلگی همش از طرف یک شخص، از طرف رئیس جمهور حکم کرده می شوند که اینا با جداگی یکان حکم را خودشانه می تانند که حکم خودشانه ببرونند. و چیزی که امروز معلوم است در تمام دنیا، علاقه ما مسئول کردیم حکومت دیکتاتوری را که یکی از برادران ما محبوب گروهیمو که
برای آزادی سخن، برای بیان کردن حقیقت خود، خواست برای آباد کردن وطن، یا که یک سهم ارزنده کچه در این حکومت، در این دولت، در مردم خودش بگذاره، از طرف حکومت تاجیکستان به تهمت ها گرفتار شد، بر جان وی یعنی سوی قصد شد که ششکار زدن و بعد از بیمارخانه برآمدن از طرف حکومت کنونی تاجیکستان دزدیده شد و بالاخره بر 17 سالی زندانی حکمش برآورده شد. البته که امروز یکی از مشکلی های جامعه تاجیکستان همی است که یگان وزارت، یگان کارخانه، یگان شاخه های حکومت امروز مستقلانه کار کردن نمیتونند. خیلی که به ما معلوم است هر یک حکومت پارلمان باید قانون ساز باشد، یعنی قانون ها را سنجیده برایت این قانون غیر قانونی است یا که نیه و به اینجا پاد پسیخت چبک داره و این حکم یعنی این قایده ای که است در عمل بشود. باید وزارت عدلیه یعنی پراکوراتور و سودها باید از یک انسان این ها چکار نکنن، باید حکم یک انسان را نبرارن، یعنی که وقتی که اینها حکومت هستند یا شاخه های اساسی هستند که برای عدالت اجتماعی باید سهم خودشان را بگذارن و کلاگی همه یا از یک طرف حکم کرده میشن که این رئیس جمهور تاجیکستان است. بعضا برادرهایی که میخواستن یک سهم در جامعه بگذارن، زید سعید یک تاجیر بود که سهمی ارزنده خود را در آبادی جمهوری تاجیکستان در دوشنبه زیاد و زیاد گذاشتگی بود، از طرف حکومت وقتی که میخواست یک سیاست دیگر را پیش بگیرد که برای بهبودی جامعه بشود، با تهمت های حکومت گرفتار شد، یعنی 25 سال زندانی شد، بعدا باز ادامه قضیه را رفته ایست داد که باز 26 سال دیگر میخواهم که باید با زندان محکم کنند، یعنی 51 سال اگر با کلاگی بر جمع گیرمش 51 سال باید زندان شود. سبب این در چیز برای که میخواست یک آبادی در وطن خود برای ملت خودش انجام بدهد و علاقه انجام دادگی به چندین هزار انسان ها را صاحب کار کردگی بود. وقتی که این خواست که باز هم بهبودی تر در این مملکت شود، البته که به حکومت امروزه این کار محکول نشد، ای را گفتن زندانی کردن. بعد پیش محمد روزی اسکندر یکی از سیاست مدارا بود که 2000 سال از طرف حکومت تاجیکستان مثل مسعود ابراهیم فضا فدرات روسیه دزدیده و با 25 سال از آزادی محروم کردگی بود، یعقوب سلیم، غفور میرزایو و بعدا یک انسانی که با شکل بگم یک انسانی که خودش حقوق شناس بود، شهرت قدرت و فقط برای اون که از وقتی زید سعید بود باید به تهمت ها برده با 9 سال اولا بعد به 13 سال از آزادی محروم کردن. البته که سیاست پیش گرفته یه حکومت برزید امنیت ملت می شود. وقتی که در حکومت در جامعه آزادی سخن، آزادی مخالفین یعنی آزادی سیاست مدارها اینها نیستن، البته که بر زیان این ملت می شود. البته که این بر جامعه را باز یک موقع میارد که مردم مجبور می شوند که دیگر وقتی که همه حقوق های با پایمال کرده شدن صدا بلند کنند و برای یک حکومتی با عدالتانه صدای خودشان بلند کنند. وقتی که تا این روز کدام شهروند، کدام سیاستمداری که میخواست که یک ذره هم سهم خودش را بگذارد در این جامعه، حکومت با تهمت ها، با هر یک بهانه ها، با هر یک اسناد های به اساس و بردروغ و تهمت اینها را کند زندان کردند. عموما در تاجیکستان ما امروز فعالیت سیاسی یگان شخصیت برده نمیتونند. در تاجیکستان ما فقط حکم یک شخص است، حکم یک اولاد است و حکم یک اولادی که با کلگی در کلیدی های در وظیفه های کلیدی استودن و وظیفه های خود را یعنی که پریزیدنت امروز اولاد خود چماندگی های امروز یک اولاد این حکومت ما را
اداره میکنن. کدامی که بیرون از این اولاد باشه البته که ویو تروریست است یا اکستریمیست است. تا امروز مردم خاموش بودن، صدا بلند نکردن. یک سال پیش وقتی که جوان ها، وقتی که مردم مهاجر تاجیکستان کاسه صبری یا لبریز شد، وقتی که در طول 24 سال دیدن که فقط حکومت کمونی فقط وعده میکرد با آینده درخشان، که من با شما رو آینده درخشان میرم، در طول 24 سال شهروندای جمهوری تاجیکستان یگان چیزی را ندیدن. وقتی که صدا بلند کردن بیرون از وطن، چون که اینها در وطن خود حقوقی ندارن، که حقوق کنستانی خود چونه طلب کنن، حقوق شهروندی خود چونه طلب کنن، حقوق دینی خود چونه طلب کنن. البته استاد، استاد محمد صابر، الان حکومت تاجیکستان میگه که شماها که دعوت به اصطلاح به مساوات و عدالت میگید، شماها تروریست هایی هستید که اومدید که تاجیکستان را ناامن بکنید و جنگ داخلی در تاجیکستان را بیندازید. آیا واقعا اهداف شماها و دوستانی که با شماها هستند ناامن کردن تاجیکستان است یا رسیدن به حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی؟ خب تشکر زیاد. البته که ما را امروز به هر یک گناه ها گناهگار میکنن، که هر یک گناهی که امروز بر سر ما میزنن اینا یکان تشخیص ندارن. ما البته که امروز یک جوانای هستیم که میخواهیم که در تاجیکستان جنگی که بر ضد ملت، بر ضد شهروندای تاجیکستان حکومت کنونی اعلان کرده است، ما میخواهیم که از بین این جنگ برای خاموش بکنیم این جنگ، چون که در سال 97 فقط در تاجیکستان ما یعنی آتش بس اعلان شدگی بود، یعنی دیگر پروندن تیر از کمان از دیگرها منع شده بود. و تا این روز ما میبینیم که هر یک انسانی که آزادی سخن میگو او پشت پنجره میشد، تجارت یک انسان گرفته میشد، وقتی که وای صدا بلند میکرد سوی قصی که کشته میشد. امروز با کلگی در وقتی ما اگر نظر باندازیم، در وقتی که در تاجیکستان ما جنگ شهروندی بود، ما 200 هزار گریزه داشتیم، یعنی و دیگر وطن ها به طرف دادن. بعدی وقتی که در تاجیکستان این مستقل شد 200 هزار برگشته آمد. نگی در طول 24 سال حکمرانی زیاده از 2.5 میلیون شهروند تاجیکستان از تاجیکستان بیرون شدند. فقط 500 هزار نیم میلیون شهروند تاجیکستان ترک شهروندی تاجیکستان را کردند، یعنی شهروندی روسیه و دیگر جاها را قبول کردند. مگر این جنگ نیست؟ مگر این برادر کشی نیست؟ مگر این ملت کشی نیست؟ و این افرادی هم که مهاجر شدن یا ترک شهروندی تاجیکستان کردن، نخبه های علمی و به اصطلاح بازوان کار در تاجیکستان بودن که دولت هایی که به اینها شهروندی دادن به خاطر قد و قامت اینا نبوده، به خاطر اینکه از اینها در راستای پیشرفت و ترقی خودشون استفاده کنن. البته هر یک حکومتی که هر یک دولتی که یگان شهروندی را که بر شهروندی خود قبول میکند، البته که در اونجا پیشنهاد میشود دیپلم در کدام مکتب خواندگی، اتستات، همه چیزهایی که در حیات چی علمی که داری و یا پیشنهاد میشوند، و خطه برای چشمای خوشرویت یا که برای قامت زیبات خطه شهروندی نمیگیرند، البته برای یگان علم میگیرند یا که برای یگان چیزی را در جامعه آورده میتونی، یگان بهبودی را که البته برای همین شهروند قبول کرده میشوند. البته که همون جوانهایی بودن، همون شخصیتهایی بودن که آینده تاجیکستان را درخشان ندیدن از تاجیکستان برآمده رفتن. مگر این تنجیت کدام ملت، کدام شهروند وقتی که وطنش آباد است، وطنش آزاد است، حقوقی باید پایمال کرده نمیشود، ترک وطن خود کرده و دیگر شهروندی ها را قبول میکند. البته که یگان انسانی سالم عقل این کار را نمیکند. امروز مردمی که از وطن میگریزند و دیگر جا میروند، البته که از ناعدالتی این حکومت، از حکومتی که به کلگی یک اولاد حکومت میکنه و کسانی که این سخن آزاد میگن کنج پنجره میشن. امروز در طول یک سال که مردم خواستن که یک صدای خودشون را بلند کنن، برادرای ما زیاده از 10 نفر در حدود روسیه و زندان ها شدگی هستند. در تاجیکستان زیاده از 10 نفر هستند. یعنی یک مادری که در حیات خود 50-60 سال دارد برای آزادی سخن، حکومت امروزه یعنی ویا تروریست اعلان کرد که امروز در شهر نوسیبیرسک در زندان است. و یک خواهر دیگر شبنم بود که 29 سال دارد برای آزادی سخن، وقتی که وی دید که در
جامعه مردم با نابودی رفته ایستن سخن خود چه بیان کرد. این حکومت شرم نکرده و همه اسنادهای کلبکی اینها را بر اینترپول داد که امروز در محبس های تمام دنیا انسان هایی که میخواهند که صدای خودشون را بشنوند، صداشون را بلند کنند، طلب حق خودشون را بکنند، امروز در زندان ها هستند. البته که امروز حکومت به این عقیدش، به این سیاستی پیش گرفتش، نه اینکه مردم بر جامعه نارامی میارند، بلکه حکومت خودش این گرده است که مردم کسای صبری و لبری شود و قیزن یکان نارامی را بکنند. البته که امروز ما یکان سیاستی را پیش نگرفتیم که برای نابودی ملت باشد یا که برای زیان دولت باشد. البته که این حکومت امروزه در طول 24 سال جز وعده ای که کرد، وعدهش فقط همین بود که من با شما آینده درخشان میارم. نیکی ما در طول 24 سال عمر یک انسان رفت، انسان تولد شد، 18 سال در تاجیکستان زندگی کرد، با روسیه آمد، از دست میلیاردرها کشته شد. یعنی 24 سال حیات عمر یک عمر آدمی رفت، ما بهبودی آینده درخشان ندیدیم. البته که ما از روی کانستیتوسیا ما حقوق داریم که طلب کنیم حق کانستیتوسیونی خودمان، و برای که ما حق خودمان را طلب میکنیم، وقتی که ما حقیقت هستیم، این حکومت نمیخواهد گوشای حکومت کار شدن که حقیقت را بشنوند. فقط در رسانه ها باشد، فقط تعریف جنابی عالی است، فقط جنابی عالی بر شما تنگی آورد، شما شکرانه جنابی عالی را بکنید و دیگر و دیگر ها. یعنی از سخن هایی که شهروندان تاجیکستان در روسیه کشته میشوند، یگان سخن در مدرسه تاجیکستان نیست. یعنی یک دو هفته پیش یک جوان شهروند تاجیکستان از دست میلیاردرهای روس در شهرهای روسیه به آتش زده شد. در این باره مطبوعات یگان سخنی نمیگن و حکومت کنونی تاجیکستان یگان صدایی را بلند نمیکنه. پنج شهروند تاجیکستان در یک روز کشته شد و سلفان ها پیچانده بر تمام گوشه و کنار شهرهای روسیه اینها را پرتافتند. حکومت تاجیکستان پرزیدنتی امروز خچه پدر ملت میگه، پیشوای ملت میگه، برای چی که صدا بلند نکرد، دعوا نکرد حکومت روسیه که کشنده ها یا که شهرمنده ما را شما پیدا بکنید. وقتی که در فرانسه یک گروه تروریستی که حمله کرد بر یک کانتور گازته که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کاریکاتور کرد، یک روز نگاه نکرده برآمد اعتراض بیان کرد با کشته های وی. و امروز وقتی که ملت خود شهروندان خودش کشته می شوند، حکومت خاموشی را انتخاب میکنه. یعنی خودش امروز نشان داده است که شما شهروندان تاجیکستان جز یک غلام یگان قدر در این حکومت امروز شما ندارید. و امروز مجبور کرد مردم که کوسه صبر و لبره شود و دعوای حق کانستیتوسیونی تو چونه بکنند. البته که وی بر مقابل حقیقت سخن هم یوان چکار میکنن؟ مردم با افرادگری، مردم با هر یک گروه هایی که تروریستی هستن با آنها مقدر میکنن، با آنها را چکار میکنن؟ با زندان ها میکشن. و برای که آنها امروز دردی مردم را درک کنن، برای چی امروز به خودشون سوال نمیدین که سبب صدا بلند کردن این مردم در چی؟ برای چی سرچشمه ایره حکومت نمیکنه بیاورد؟ پس مردم در هر یک گناهی که می شود در تاجیکستان، گناهکار مردم هم می شمارند، نه اینکه خودی حکومت هست. در جه سوال نمی تند که شاید خطای این حکومت است که این مردم صدا بلند کرده دیم. تشکر می کنم از برادر گرامی استاد محمد صابر، از فعالان سیاسی تاجیک که در مورد عدالت اجتماعی و مشکلاتی که ملت شریف تاجیکستان گرفتارش هستند به سبب ظلم و ستم این نظام با ما همراه بودید. تشکر از شما. اگر سخن پایانی یا پیامی برای ملت شریف تاجیکستان دارید، در خدمت شما هستیم. تشکر زیاد. من میخواستم کمی صحبت میکنه وقتی دیگر شما را بگیرم. خطابی من بر سوی سود و پرکرورا و حکومت دارا هم. وقتی که شما امروز یک شخص یک جوانه که صدا بلند میکنه، شما حکم ناعدالانه میبرارید. یک بار فرزند های خودتان که امروز در ماشین های قیمتبها ها در مکتب های پیشترین اروپا میخوانند، یک سال یا که یک ماه فرزند های خودتان بر مهاجرت روان بکنید، ببینند آنها دردی مردم هم. یک ماه یا که دو ماه در بین مردم، در پدول ها، در سترویکو ها،
در همه جاهای ناشایسته زندگی بکنن، بعد یک سال فرار کنه، یک ماه دو ماه یا که فرار کنه بفهمونه از فرزندات، از زبان فرزندات بفهمه که مردم مهاجر تاجیکستان امروز چی احوال دارن در روسیه، از درد فرزندای خودتون بفهمه، دوری فرزندای خودتون رو حس بکنه و بعدن حکمه که امروز شما بر ضد ملت، بر ضد شهروندای جمهوری تاجیکستان، بر ضد جوانا، بر ضد همه شخصایی که آینده این ملت هستند بعدن حکم خودتون بگذارید. من مطمئن هستم که وقتی که درد فرزند خودتون شما درک میکنه، وقتی که دور بودن فرزندای خودتون درک میکنه، من مطمئن هستم که انصاف شما، ایمان شما ذره هم بیدار میشه و حکومتی که ناعدالانه بر ضد ملت میبره از این حکومت ها دست میکشه. و امروز با تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان و تمام انسانایی که امروز نوار گذارن، من یک پیام دارم که البته که شما خیلی کوتاه استاد گرامی اگر کوتاه بفرمایید، چون تماس های بینندگان را هم خواهیم داشت. وقتی که در رسانه های تاجیکستان در باره ما چی سخنایی که میگن که ما یا تروریست یا اکستریمیست هستیم، یا که ما امروز میخواهیم که در جامعه یگان مقصد یگان جنگ را بیاریم، یا دروغ هستن. شما از زبان ما فهمی، عقیده ما را فهمی، درد ما را درک بکنی، یک وقت، یک ثانیه، یک مینوت در جای ما بیستی و درد ما را شما بفهمی که ما چی درد داریم. صدای ما امروز در حکومت تاجیکستان در یگان جا شنیده نمی شود. ما امروز مجبور شدیم که برای آینده فرزندان خودمان، برای آینده ملت خودمان، برای دولت خودمان که امروز با کلگی به هر یک خدعه فروخته شده است، ما برای همین صدا بلند میکنیم. ما میخواهیم که آینده فرزندان ما غلام نباشند، آینده فرزندان ما جمشید روشن نباشند، آینده ملت ما بی‌سواد نباشد. چون که ما اگر حاضر، من مثال بیارم، چندین عالم ها، چندین سیاستمدارای که از جمهوری تاجیکستان بودن، ملت تاجیک بودن، تا امروز از نام آنها مردم چکار میکنن، این میوه ها را استفاده میبرن. برای همین هر یک سخنی که از حکومت شما میشنوید، از رسانه های حکومت، از رسانه هایی که فروخته شدگی هم با پول و مال، از فقط به منفیت حکومت در میزنن، باور نکنید. با خدا که باور نکنید، چیزی که در دل ما هست، من به پدرها و مادرها مراجعه می‌کنم که در نمازات و دعا بکنه که همین فرزندایی که امروز صدا بلند کردگی باشند، خاص برای الله، خاص برای آبادی وطن، خاص برای ملت، خاص برای اسلام نباشند، خداوند همه را ظفر نکنه. اگر وقتی که اینها برای آبادی باشند، خداوند ما را برای کار بکند. و به همه شما شنوندگان، بینندگان عزیز، من از درگاه الله سلامتی و پیروزی را طلب میکنم که چون که وطن ما، ملت ما آزاد باشد. تشکر زیاد برادر عزیز که من سخنم را تمامی کردم و وقتی قیمتبهای شما را گرفتم. سلامت باشید. تشکر میکنم از استاد گرامی برادر عزیز محمد صابر، فعالان سیاسی تاجیک که با ما همراه بودید. تشکر از شما و از همراهانتون. سنده باشید. خب بینندگان عزیز گرامی، کریپی هست که در درد دلها و شکایتهای اهالی زندانیانی که در زندانهای تاجیکستان شکنجه میشوند، شما در مورد گوانتانامو شنیدید که مسلمانها رو در اونجا صلیبیها، آمریکاییهای جنایتکار با روشهای مختلف شکنجه میکردند. اما اگر آنچه که بر سر جوانان تاجیک در زندانهای تاجیکستان میگذره رو بشنوید، جنایتهای آمریکا و صلیبیهای وحشی رو در گوانتانامو فراموش خواهید کرد. با هم میبینیم قسمتهایی از درد دل خانواده زندانیانی که از وضعیت عزیزانشون در داخل زندانهای تاجیکستان میگن. با هم ببینیم. من همه پیش توقف رو بردن که من نفهم که شوهر من غیر قانونی لنواد حساب میکنن، ممکن که ویا کشتنی بردن، برای که فهمیدیم که خط اومد که لط کوب کردن در اونجا. انا از ما خواهش داریم که تشخیصی تیبی سودی گذارم، ما فهمیم کنی گجا شکسته، گجا زدگی ما حزب دم رو جد میکنیم. خودش ما یکم بر تماس گرفتید به واسطه باشه؟ نه، فقط یک زن مادر یک محبوب زنگ زد که با واسطه پسری وای خط روی کردن که ما رو در اینجا لط کوب شدید کردن، در نتیجه از جامو خسته نمیتونیم، در جامو تر میکنیم، همه کارا میکنیم، التماس
خشواندونی ما گوه که نزدیکیم پراکراتور را آن یکان چورا دیگر شده محبسخانه رقمی 23 با نامی گوانتانمو در خوجان در خوجان مست تشکیل کرده گیان حقیقتا نغزمه دیدیان مدتی اناکون از ساعت 8:00 من اومده انتظاری یعنی که جوابی پسخی جوابی خدم آمد که من باید اک جوابی قنوات بخش گیرم من دونم که نسبتی بایو چی چورا دیدن آیو انتخاب کردن برای بیماری و شدیدی اونو و دلت کو بردن بیمار کنن این چی به عدالتی هست چی من از عزت و شریف میترسم میترسم اون آدم را چی کار میگوده کنن آخه این چی پسین من معلم من میگم من دارم رگستر شوبای مکتوب که فهم هم دست که میگن نه دست که فهم فامیلش گازم میگه بگو آیا چی میترسم که در وقتی در شوبه ها خیر بابا نباشه در وقتی در شوبه ها لات کو میکنن ادوکاتور در اومدن نمیمونن سیزو که ایزی تاک زدگی و ایزی لات کوب شونه ما انالیز کده تشخیص سودی تیبی گذارونده بینیم نمیمونن راه نمیتین نه ادوکات نه یگون نزدیکاشا در درون وقتی در سیزون یاروها تا ساز نشوند نمیموند باوری دارم که آلی همینجا در راه نمیتیند ادوکت و یگان خشت تبوره که در اومده بینند که یا زندن یا مرده در اوجه من خیلی فهمیدم که برای نیش کدام فشار قطی، لطو کوب قطی، سیتم قطی دولت پیش برده نمیشود اگر عقیده گرفته شما همین خیلی باشه، این خیلی نمیشود من سیاست کار ندارم من برای فرزندم اومدگیم و سیاست دولت بایگون کردم کار ندارم دیکی اون روزی که در سری فرزند من کرده گیان باید جواب گیان اینو گفته هرمی سرداری محبس خونه 2000 دلار طلب کرد که گیوری رشد کرد ما بچه را میبرارم ای شیزو ما نیافتیم تیه مخی کم بغلو های کجا میوان تیه ما نیافتیم 500 دلار یافتیم دادم گفتیم تا پاگار خیلی میشوه پلا دادن امروز ساعتی دو تا ساعتی پنجی نیم در بچه ما کشتن ام خب بچه ما با وحشیونه کشتن بچه ما با اوتیک سوزوندگن تنوی بچه ما حیوان ای خیلی هم بکشن اینا بینه تنوی بچه ما را تنوی بچه ما را بینه صورت های بچه ما خودش اکسپرت های اکسپرت خری در رزیل های آدم نانی پل دارو چما بچه های پل دارو سود نمیشون بله متاسفانه این وضعیتی است که در تاجیکستان مادران و خواهران و درددگان تاجیکستان از دست این حکومت ظالم و وحشی که شاید گرگ‌های گرسنه و ببرهایی که با وحشیانه طریق شکارهای خودشون رو لتوپار می‌کنند در جلوی این حاکمانی که در این مملکت زندگی می‌کنند خیلی با شرف‌تر باشند اینهایی که با فرزندان خودشون با نوامیس خودشون اینگونه برخورد میکنن. از این لحظه به بعد تماس های عزیزانمون را از طریق تلفن و اسکایپ خواهیم داشت. احمد جان تماس های تلفنی با شما و تماس های اسکایپ رو من از اینجا خواهم گرفت و عزیزانمون سعی بکنن در مورد مشکلاتی که در تاجیکستان حکم فرما هست با ما صحبت بکنن در این مورد. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. دوستان دانشوری خوب هستید؟ سلامت باشید برادر عزیز. بفرمایید. ما شهران تاجیک هستی که با شما بفرمید. استاد ما از شما برود چرا از مرحله خواهد یکن استاد ما دیگه از گوه از ما دیگه از من صدای برادرمون قطع وصل میشه. احمد جان شما لطف بکنید دوباره تماس بگیرید. امیدوارم که تماستون این مرتبه خوب برقرار بشه. من یکی از عزیزان را از طریق اسکایپ میگیرم. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. وصال حق است؟ وصال حق و صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. برادر گرامی سلام علیکم و رحمت الله و از شما و از تمام کارگران شما اولا تشکر. سلامت باشید.
و یک چیز را من میخوام بگم که تمامی برادرو اینجا صحبت کردن در باره مسجد ها و یک چیز دیگر را نگفتن در اینجا. به نظر نمیشتن که مسجد هایی که در تاجیکستان علاقه بسته میشوند در او دهات هایی که باز مسجد به مردم مجبور میکنند که باز از کیسه مردم پول جمع میکنند مسجد چی میکنند؟ مسجد آباد میکنند، دیگر مسجد هایی که در اونجا هستند اونها را به کارخانه تبدیل میدیند، به جماعت و دیگر دیگر. این خیلی مسجد ها به حد شمارشان زیاد است و خلق خودش پول جمع میکنند مسجد چی میکنند؟ این شمارش این حساب ندارد. متاسفانه. ولی یک چیز دیگر را گفتنی هستیم که شوگردوی هستیم که در مدرسه ای که در ناحیه غرش در اونجا علم گرفتگیم علم آموختیم و در اون دوری که 2003-2004 علی بهدک خدا رحمتش کنه کشتنش، اون نفر یک مدرسه کلان آباد کرده بود و در اونجا را یک مسجد جمعه خونی هم آباد کرده بود. او را هم سال 2004 گرفتن روز کردن و مسجد با یک جماعت دهود با یک اداره تبدیل کردن. و سال 2008 یک مدرسه که در نویه رشت بود غرم، اون هم از اونجا گرفتن، اونجا یک اینترنت شدن، مسجد مدرسه گرفتن با یک مدرسه بردن، اون مدرسه را هم خیلی یک مسجد بردن، اونجا را هم رسوا کردن. این یک ظلمی است که بلوی مردمی که میخواهند که یک علم اسلام میخواهند که یک دانش بگیرن، این با این ظلم خیلی زیاد است در جامعه ما. متاسفانه. تشکر از شما. خوب سلام. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. احمد جان تماس ها رو شما وصل بکنید و همچنین سعی کنید اگر امکان داره شماره رو عوض بکنید که شاید اینا هم یاد گرفتن از باداران ایرانیشون که در موقع برنامه های زنده چطور شماره ها رو ببندن. برای بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بله بفرمایید. برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. من در همین باره تاجیکستان آرمی مستنی هستم که آرمی های تاجیکستان اکرام بیزید شده که هستم. بله. من در همین خدمت بودم، همین ایسه پیتنی نغز ندارد، همین لیباسوی نغز ندارد، وقتی کمیسیه می بیاد برادر کمیسیه پیش آمدنش لیباس می تید، چی می تید، همه چیزوی بایی می خوند و با گشته بعد کمیسیه رفتم چیزوی گشته می گیرد با هم چیزوی کنی سالتوی می تید نماز خونده من می موند دامون وی و چرسو بچه ها را بود در همین فساد زیاد شده گی از سیمکور و نشفروش و دوزد و همین یک دهد است یک روز به سه تا مگدین را دوزیدن چند تا اکلیماتور موشن را دوزیدن از پس این کار رمیشن و خوزی با سر کرگی رشگیری چیزگیری. تشکر برادر. با یک سوال دارم برادر. بفرمید. همین ملاهای درباری بسیار هم همچه خیلی کنیم همین اپشتی همونو نماز خوندن جایی دافی هم نیست. باشه در این مورد صحبت میکنم. همون مشکلی که میرد همین ملاهای درباری هم ده خط خونده همین از وجهی که امر معروف نهی منکر کنم خط میخونم برو در همین وید من این تو این تو خطای حکومیت میبود خط میخونم که درست. باشه در این مورد صحبت درباری هم درباری هم صحبت کنید و کجایی که نرویم همه خیلی هم آخی تاوتو نمیدونه چیکار کنیم دیگه. چشم در این مورد صحبت میکنیم. تشکر شما. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز کسایی که میفهمین که آشکارا از ظالمین دفاع میکنن و نوکر حکومت هستن، وقتی که شما در نمازهای اینا اشتراک میکنید سبب رونق جماعت اینا و مسجد اینا میشوید. اگر امکانش هست
به اون مساجدی که در نزدیکی شما هستن یا شاید یک کمی دورتر باشن و خطبا و ائمه این مساجد از جمله علمای آزاده ای هستن که تن به ذلت و تن فروشی برای حکومت ندادن، به اون مساجد برید تا اینها بازارشون کساد بشه و رسوا بشن در بین مردم که کسی پشت سر اینا نماز نمیخونه. اما از ناحیه فقهی من در مورد این موضوع صحبت نمی کنم، چون که این قضیه فتواست و علما بهتر میتونن در این باره فتوا بدن که از ناحیه فقهی یعنی شما نمازتون ادا میشه مادامی که طرف کفر آشکار نداشته باشه، مادامی که کفر آشکاری ازش سر نزنه، شرک آشکار نداشته باشه، انسان مبتدع نباشه، نماز شما ادا میشه. اما ما اگر که در پشت این ملاهایی که درباری هستن، نوکر دولت هستن، نوکر کمیته دینی که به اصطلاح بازیچه دست حکومت هست نماز بخوانیم، سبب رونق یافتن مسجد اینها و بازار اینها میشیم. به همین دلیل تا جایی که میتونید سعی بکنید پشت اینها نماز نخونید تا چهره اینها آشکار بشه، مردم بشناسن اینها رو که اینا کیا هستن. تماس بعدی را از طریق اسکایپ میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بیننده دیگری از طریق اسکایپ. سلام علیکم، برادر محمد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بخواستم در کم تر موضوع برنامه نفهمدم، ما دیرتر کردیم در دیگر موضوع صحبت کنم اگر اجازت باشد. در موضوع تولیسون است. بفرمایید، بفرمایید. مقصد برادر محمد انصاری، ما قریب یک و نیم میلیون احوال تولیسون در غریبی ها کار میکنیم، در مسافرت هستیم. درست. اما تمام همون خواهر و زن و فرزند های ما در تولیسون هستن. همه اونها مثل وقتی که ما در این کشورهای دور هستیم نمیتونیم به نزدیکی مثلا در موقع کمتر نخ به خونه رویم، و همین سبب مثلا خواهرای ما نه زیناکار هستند، خواهرای تاجیک ما نه دیگر مثلا به شرمی و به حیاگی هستند. اما این دشمنان ملت، اما این آدمایی که آمدن روی سری ملت گفتن که ما دستگیری میکنیم و چی میکنیم، میبینم تحقیر ما میکنن، تحقیر نه تنها ملت تاجیکستان میکنن، تحقیر تمام ملت مسلمان میکنن. باز میگن که ما خیرخواه شما هستیم، ما مثال گیم یگان بدی به ملت نمیخواهیم، ما دستگیری ملت میکنیم. این یگان دستگیری ما نمیبینیم. وقتی که تحقیر ما میشد از طرفی اگر این آدمایی که مثال گیم غیر دین ما باشن در ملت مثال گیم در روسیه، به نهایت تأخیر میشنیم مردم روس. وقتی که از خود مردم تاجیکستان مثل شایک شایر برامده به نام بازار صابیر می بیاد، من در طول تاریخ ندیدم نه شایر تاجیک باشه، نه افغان، نه دیگر ملت باشه که ملت خودش تأخیر کنند با او براد و اگر که من شایرم، یا دیگر کسایی که می بیان حجاب تأخیر میکنند. ملت ما چندین از عصرها آمده روی حجاب، زنهای ما با حجاب آمده، اما امروز میبین تحقیر میکنن این ملت که این حجاب امان است. ما دیگه چی به اینا وای کنیم که یگان میسانیم اعتقاد نداریم که اینا بیان و خیرخواه ما باشن. درست. تشکر از شما برادر عزیز. محمد انصار اگر اجازت کمی دیگر صحبت کنم. بفرمایید که کوتاه، چون بینندگان زیادی پشت خط هستند دوست دارن صحبت کنن. در مقصد دیگر این که آبادی تاجیکستان میگن وای میگن یگان آبادی ما نمیبینیم، من هم تو یک شهروند تاجیکستان یگان آبادی نمیبینم. اگر که آباد باشد ما همه روز صدها هزارها نفر ایسو به نام دپارتاسیون یعنی اخراج میکنن، دیومبرا تا 5 10 سال به شهرهای روسیه آمدن میتونن. ما یگان نفر نیدیم از طرف حکومت تاجیکستان، نه از طرف گویم که یگان سازمان اشو یا یگان طرف دیگه، که همین آدمایی که از همین اخراج کردن به تاجیکستان، یک نفر همین تاجیکستان در تلویزیون گفته که با کار با جای کار تامین کرده، یگان نفر اینها با جای کار تامین نمیشن،
و غیر اینی که میرن در مردی کاربازار میسن در هفته یک بار شاید دو بار اون کاریامونو کار کنن. درست. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خب در پای خودم. الله مطالب ستون. تماس بعدی برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله برادر انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. برادر انصاری ما از مهاجرت زنگ میزنیم. حضرت در مورد همه برادرایی که مهاجرن در همین شهر روسیه. درست. حضرت در همه برادرها را همگی از شما خواهش میکنیم بفهمونه شما که عقیده یک همی جا هسته میایند بعدای نماز جمعه در همی مثال میگن وصال حق تماشا نکنین همی عقیده شیعگی دارن حضرت همی برادرای ما را اکر شما را انشاءالله همه ما قبول داریم گوش میکنیم وصال حق ما احترام میکنیم همه کارگرها شود همه برنامه گذارها شود همش حق میگن انشاءالله برای همی خاطر حرمت شما حضرت همی برادرای ما در همی مسکوه همی برای همی برادرها بفهمونن حضرت که بگن شو که همه مقصد عقیده شیعگی را بفهمون شو چه عقیده دارن میوین همیجا دعوت میکن همین برادرای ما گوش میکن و میبرنشان در روز خیلی کلاس های چی دارن علاحیده دارن میبرنشان هم خیلی درسشون میتن گزید میخونن چی میخونن هیچی چی نمیفهمنده یعنی که همه عقیده شیعگی دارن این نقاب سنگی دارن در همین مورد حضرت جان شیرین یک کم ترک برادرای همین مهاجر همه مهاجر بفهمون همین عقیده شیعه را که همین برادرای تاجیک هن نکی شیعه هن او بگیم برادرشان هم حساب نمیکنین عقیده شان بسیار عقیده غلطه حضرت باشه چشم داریم مورد صحبت میکنیم حضرت جان در همین مورد صحبت کنین و فقط دعاگوی ما باشین حضرت ما هم دعاگوی شما باشه یک درخواست دارم حضرت جان شیرین ممکنه؟ بفرمایید امی یک درخواست ما هست حضرت امی کی را بسیار احترام میکنیم حضرت مولانا محمد انصاری را امی امانت ما را سلام ما را با امون حضرت برسان حضرت جان شیرین نام نمیگیرم نامم در همی اسکایپ هم هست حضرت امی نام خدمه حضرت اینام ما سلامش بگیر حضرت شیخ قدوس دهخانه و امرا چشم علیکم و علیهم السلام حضرت جان امی امانت ها برسانه از نام ما حتما جناب مولانا انصاری و جناب مولانا دهقان الان صدای شما رو دارن میشنوند در دفتر وصال حق و انشاءالله پیام شما رو امین آنلاین دریافت کردن نام ما را بگید حضرت التماس التماس همین نام ما را ثبت کنیم من یادداشت کردم من یادداشت کردم نام شما الله همه شما را جزای خیر بده همه وقت ما دعاگوی شما شما دعاگوی ما باشین حضرت جانا زنده باشین الله قبول داره ما باشیم سلامت باشین تشکر و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته عزیزانی که میخوان در مورد عقیده شیعه بهتر بدونند برنامه آن روی سکه روزهای سه‌شنبه کلن در این مورد هست اصلا اسم این برنامه آن روی سکه ببینید یک سکه وجود داره که یک طرفش یک نقشی هست و طرف دیگرش نقش دیگری داره شیعیان اونایی که با شما روبرو میشن و ادعای محبت و برادری میکنن و تبلیغ دین خودشون رو میکنن این یک روی سکه است روی دیگر تحریف قرآن لعن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و اصحاب پیامبر قائل بودن به کفر همه صحابه غیر از 4 نفر توئین به ام المؤمنین عایشه صدیقه من از کتاب خمینی نشون دادم که حالا نگن که کتاب‌های قدیم حالا یه چیزایی گفتن کتاب خمینی کتاب که در دوران به اصطلاح حکومتش در ایران نوشته میگه که عایشه و طلحه و زبیر از سگ‌ها و خوک‌ها هم نجس‌تر هستن اینها اعتقاد اینهاست اعتقاد به تحریف کتاب الله توهین به رسول الله توهین به اهل بیت توهین به صحابه وقتی که در هر کشور اینا جای پا باز کردن در هر جایی که این شیعیان رافضی ایران خاصتا اونایی که زیر نظر حکومت استبداد ولایت فقیه کار میکنن اینها در هر جایی که جای پا برای خودشون باز کردن غیر از دربدری و بدبختی و مصیبت برای مسلمان ها نیاوردن ما در وصال حق
6 7 برنامه در مورد تاجیکستان گذاشتیم. از مراجع شیعه گرفته تا مقامات رسمیشون، حتی سفیرشون در دوشنبه گفتن دروغ میگن. تاجیکستان تنج است، همه چیز آرام است، هیچ مشکلی نیست. این وهابی‌ها میخوان اختلاف بندازن در بین. همین برای شما کافی نیست؟ همین برای شما کافی نیست که داد میزدن که نه شرقی نه غربی، حکومت اسلامی؟ همین برای شما کافی نیست که این حکومت ظالم و مستبد آخوندی ایران داد میزد که ما برای دفاع از مظلومان و ستم دیدگان جهان اومدیم؟ مگر ملت تاجیک مظلوم نیستن؟ مگر ملت تاجیک ستم دیده نیستن؟ مگر امروز بر ملت تاجیکستان ظلم و ستم نمیشه؟ از نظر حکومت آخوندی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون که اگر که در مورد تاجیکستان صحبت بکنن، ارباب امام علی رحمانوف کی است؟ روسیه است. روسیه در ایران داره نیروگاه اتمی میسازه. روسیه به ایران گفته که حواست باشه که در مورد تاجیکستان صحبت نکنی و الا ما اینجا کمکامون رو قطع میکنیم. پس 7 میلیون 8 میلیون تاجیک رو ایران فدای خواسته های خودش میکنه، فدای نیروگاه اتمی خودش میکنه. شعار دفاع از مظلومان و ستم دیدگان یک عوام فریبی است، یک دروغ است. این همه مساجد و مدارس در تاجیکستان بسته شد، یک مرجع تقلید شیعه صداش در اومد؟ یک روز حکومت ایران گفت که تاجیکستان چرا داره این کارو میکنه؟ من در برنامه گذشتم گفتم، بازم تکرار میکنم، نهضت اسلامی تاجیکستان را فروخت، همین ایران فروخت. کنفرانس صلح و مذاکرات صلح نامنهادی رو که درست کردن، نهضت رو همین ایران مجبور کرد. امیدوارم روزی بیاد که با غیرت ها و انسان های شریف نهضت تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان بیان و بگن اینها رو. تا کی میخواهید سکوت بکنید؟ تا کی میخواهید این حرف ها رو، این اسرار رو در دل هاتون ببرید؟ تا کی میخواهید حقیقت رو به ملت نگید؟ در مقابل نسل آینده، در مقابل فرزندانتون مسئول هستید. بگید واقعیت ها رو، بگید که ایران چه نقش شومی داشت در مذاکرات صلح، چگونه بر شما فشار می آورد که در مقابل خواسته های رحمانوف و روسیه سرخم بکنید. بگید، بگید که چطور شما رو فروختن، چطور شما رو مجبور کردن که در این مذاکرات شرکت بکنید و بعد از اینکه در مذاکرات شرکت کردید چطور تک تک شماها رو فروختن. اینها حکومت ایران، حکومت آخوندی در هیچ جای دنیا خیر و مصلحت امت اسلامی رو نمیخوان. به خدا قسم از ملت افغانستان و تاجیکستان و سوریه و عراق، غیر از دختران این ملت ها رو برای صیغه میخوان، اموال شما رو برای خمس میخوان، برای پر کردن جیب هاشون. و الا اگر اینا دلشون به انسان و به مسلمان بسوزه، دلشون به شیعه های اثناعشری داخل ایران میسوخت، دلشون به ملت آذربایجان شیعه مذهب، اما مذهب خودشون میسوخت، شیعه های اثناعشری آذربایجان. چرا با ارمنستان دستشون در یک کاسه بود؟ در قضیه ناگورنو قره‌باغ با ارمنستان همکاری کردن بر علیه آذربایجان، یعنی با مسیحی صلیبی همکاری کردن بر علیه شیعه اثناعشری مسلمان در آذربایجان. چرا؟ چون روسیه ازشون خواسته بود که اگر با آذربایجان همکاری بکنید ما کمک هامون رو قطع میکنیم. امروز شاید برای بعضی از اینا که فریب این آخوندا رو خوردن، این حرفا مسخره باشه، باور نکنن، اما آینده اینو ثابت خواهد کرد. تماس بعدی رو میگیریم از طریق اسکایپ. برای سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. برنامه وصال حق است برادر. وصال حق برادر عزیز، بفرمایید. خب من سلام علیکم اولا و رحمت الله و برکاته. برادر من اولا مینداری خود رو با شما بیان میکنم که شما درد ملت تاجیک را و مردم رسانید، درد مهاجران را، عذاب محبوسان را، که این از اینها اکثریت مردم تاجیکستان دیمک 80-90 فویزش اصلا خبر ندارد برادر. الله تشکر بار دیگر با شما که شما این سخن را میرسانید. بعدا برادر جون من یک چند سخن گفتنی به هموطنان خود دارم، به همدیگران خود دارم.
همدیاران مهربان، امروزها همه شما دیده استودید که در وطن ما در جمهوری تاجیکستان بجز عذاب و بجز مشقت، بجز زندان و بجز سوی قصد کار دیگر نمیکنه حکومت ظالمی این حکومت دیکتاتوری رحمانوف. بیا که همه ما و شما برادرها از آن جمله جوانان تاجیکستان یک جای شویم، متحد شویم. باور کنه برادرها جوانان تاجیکستان، از متحدی ما و شما یگانه ترسی رحمانوف است که ما و شما متحد شویم، ما و شما یک جا شویم، این شکست بزرگ می شود بر سر این رژیم رحمانوف را. به همین خاطر جوانان مهربان، خواهش میکنم نگذارید که نسل آینده، نسلی که در پیش است، فرزندان ما و شما، رنگ ما و شما مهاجر شوند. باور کنه این حاضر چند قدره که رژیم عذاب داده استاده است، تاجیکستان ما را، زمین ها را میفروشد و چند قدر عذاب و مشقت بر سر ملت میارد، فرزندان ما و شما غلام حلقه برگوش این اولاد ها میشوند. علولک بلولک شمال یک محشر دیگر ایده و قد قدی اونجا هر یک کدامی وی پگه کلان می شود، هر یک کدامی وی منصب می خواهد، هر یک کدامی وی وظیفه می خواهد. بخاطر این نسل آینده چه خیلی که ما و شما امروز از خاموشی پدران خودمان به همین جا زدیم، خواهش میکنیم که ما خاموش ننشینیم. باید جوانان محترم خاموش نباشید، هر یک کدام شما میتونه امروز تظاهرات را سر کنید، هر یک کدام ما شما میتونیم که برپا بخیزیم، حق حقوق انسانی خود را طلب کنیم، آزادی دین را طلب کنیم. برای چی که مسجدها را محکم میکنن، برای چی که سطر و حجاب را منع میکنن، برای چی که ریش برادران را میتراشن. درست، تشکر از شما. نباید که ما خاموش باشیم جوانان همدیاران مهربان، خواهش میکنم از همه تمام در کل تاجیکستانیان همه برپا بخیزه، همه هر وجده دارن، هر یک انسان نگاه داره، همه یک شبه، همه یک دست شبه بخیزه، برپا بخیزه، انشالله به امر خدا تعالی آزادی و آبادی آینده تاجیکستان در پیش آید. ما مردم، ما جوانان تاجیکستان آینده تاجیکستانیم، نه که این رحمانوف، نه که این اولاد رحمانوف. سربازان محترم، امویده و کگیبه محترم، خواهش میکنیم از شما با مردم باشید. این اولاد با شما یگان فایده ندارد. بینید کجا شده آن کسانی که این اولاد را به سر قدرت آوردن، این رحمان را به سر قدرت آوردن، آنها کجا شدن؟ الله مستعان. یک زری خاک شد، دیگر کنج زندان شد. هر یک کدام شما را که روز ساعت شیدنگه یکو یا که زندانی میکنن یا که میکشن. آخر میگن که خودکشی کرد، خودش را از بالای بام پرتاب، خودش را نمی کجا پرتافت. خواهش میکنه با مردم باشه، قسم یاد کرده شما برای ملت است، برای وطن است، نه که برای حمایه یا اولاد یک دیکتاتور. خب تشکر زیاد برادر محمد انصاری. من تشکر از شما، زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار شما. درد دلهای یک جوان تاجیک بود. الله سبحانه و تعالی، امیدواریم که پیروزی رو نصیب ملت تاجیکستان بکنه، نصیب این ملت مظلوم و ستم دیده که سالها در زیر اسارت روسها بود و اکنون هم گرفتار این وحشی صفتان شده که اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون با ملت از فرعون و نمرود هم بدتر است. بیننده دیگری را از طریق اسکایپ میگیریم. برای سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مثل هم محمد انصاری. بله بفرمایید. قربان شما خداوند شما رو حفظ بکنم. میخواستم یکم تر وست کنم با یک چند مصرع شعر. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. صدای من خوب برود؟ بله صدا خوب است، بفرمید. انشاءالله. خار در چشم کسی گربت گربت نظر سویت کند، رد در بلا هر کس که بد فکرت کند، روز خوش را نبیند در جهان زود گذر، هر کی ناشکری از دعوتی پاکت کند. به همه خاطر محمد انصار میخواستم و این چهار مصرع شعر شما رو واسه کنم. سلامت. خداوند بخیر بگردن روز شما رو و دعوتی شما رو. رحمتی الله.
یا چند یک دو سه سوالی داشتم که سوالهای اختلافی، یعنی چیزی از اقتصادیاتی که در مردم شده بود همیرا میخواستم بگم، یعنی درگیری های مردم بر مقابل حکومت دارانشان، خصوصا همین مردم سوریه که سبب همین مردم هم میگفتیم که به چه خاطر اینها خیستن بلند شدن، اینها از مثل تاجیکستان از کمبودی های اقتصادیشان بود یا اینکه ظلم حکومت بر سر مردم سوریه، و بعد درباره مردمی که لیبیا در برابر معمر قذافی که بلند شدن، زیرا ما بسیار وقت موعظه ها را گوش میکنم الحمدلله، و یکی از موعظه های مولوی افغان بود عبدالعزیز دعایی، بله عبدالعزیز دعایی بود حفظ الله، گوش کردم در بوله معمر خذوف خیلی درست فهموندم، خیلی خرسان شدیم که بسیار برادرها را قناعت میکنیم با موعظه و یکی ریست کچت کرده بود. خوب خداوند شما را نگه داره. در باره درگیری های همین دولت ها میگفتن که یا سببشون چی بود، یا کمبودی اقتصادی داشتن، یا که مشکل حکومتی ظالمی بسرشون بود، در باره روشنی نند. خداوند شما را زنده باشید، سلامت باشید، تشکر از شما. از لیبی شروع میکنیم. لیبی دیکتاتوری که در اونجا حکومت میکرد قذافی یک انسان کافر بود، مسلمان نبود. علما حکم کفر قذافی رو خیلی وقت پیش صادر کرده بودن قبل از این انقلاب. این شخص یک انسان مریض بود، غیر از کفریات و اعتقادات باطلی که داشت یک انسان مریض بود، دیوانه بود. مثلا بعد از 20-25 سال اومده بود عربستان، تا ریاض اومد با پادشاه عربستان ملاقات کرد، تا مکه نرفت که عمره بکنه. بعد از 20-25 سال گفتن که خب آقای قذافی شما چرا نرفتی عمره بکنی؟ گفت مگه من دیوانم برم به دور این قوطی سیاه بچرخم؟ یک کتابی داشت به نام کتاب سبز، اینو در مقابل قرآن کریم، در مقابل قرآن کریم این کتاب رو به اصطلاح بهش توجه میکردن، و همیشه برنامه های رادیو تلویزیون لیبی با این کتاب شروع میشد، با آیاتی از این کتاب به اصطلاح. یک قرآن جدید برای خودش آورده بود و حماقت‌هاش و فتواهاش و نمیدونم، میومد گاهی اوقات در مقام یک امام قرار میگیره، فتوا میداد، حلال رو حرام میکرد، حرام رو حلال میکرد، که اگر کمی جستجو بکنید فتاوای شاذ قذافی، من کلاس سوم یا چهارم دبستان بودم که در یکی از مجلات اسلامی از اهل سنت یک مقاله خیلی جالبی بود در اون موقع، عنوانش بود قال امام قذافی، این مسخره کرده بود فتاوای عجیب و غریب این شخص رو. یک انسان مریض بود، یک انسان که نمیشه بهش گفت مسلمان، و به تنگ آمده بود ملت لیبی از این دیوانگی ها، خودسری ها، احکام غیر اسلامی و فتاوای عجیب و غریبش. این از یک طرف. از طرف دیگه سرمایه های لیبی رو خودش و پسراش به غارت گرفته بودن، سیف الاسلام قذافی و نمیدونم اون یکیش که فعلا همین جدیدن کلیپ که شکنجش در زندان رو هم پخش کردن، ساعدی القذافی، خودش و پسراش و دختراش، اینها سرمایه های ملت لیبی رو مثل که رحمانوف و فرزندانش و دخترانش به تاراج میبرن، اینها هم در لیبی به تاراج میبرن، تا که ملت لیبی مجبور شدن قیام کردن برای این دیکتاتور جنایتکار و اینو سرنگون کردن. بعد از اینکه سرنگون کردن، کسایی که در این انقلاب شرکت داشتن طبعا مسلمان ها بودن که میخواستن حکومت 100% اسلامی داره در لیبی تاسیس بکنن. در اینجا بود که غرب و نوکرانش در منطقه مانند سیسی و اینا دستپاچه شدن که اگر اینا بیان اینجا یک حکومت اسلامی درست بکنن دیگه وضع اینا خراب میشه. به همین دلیل مخالفین به اصطلاح کسایی که دارای فکر لیبرالی بودن اینا رو کمک کردن توسط اسلحه بمباران، و آمریکا و غرب هم با اینا همکاری کردن تا جلوی به اصطلاح تاسیس یک حکومت فراگیر و اسلامی رو در لیبی بگیرن. در سوریه وضعیت به همین منوال بود. آقای بشار اسد و پدرش حافظ الاسد، اینا از اصلشون از یهود اصفهان هست. اینها بعدن که اومدن از اونجا مهاجر شدن و اومدن به سوریه، در اینجا پیرو مذهب نصیری شدن. مذهب نصیری همون یکی از مذاهب شیعیان هست که در این مذهب
محمد ابن جعفر نمیری که مؤسس این مذهب هست. این نصیری ها پیرو این شخص هستند و اینها اعتقادات عجیب و غریب دارند. از جمله اعتقاداتشون این است که علی خداست، علی خداست، و در دین اینها قاتل علی ابن ابی طالب را پرستش میکنن. میگن که این با کشتن حضرت علی سبب شد که ناسوت از لاهوت جدا بشه و یک اعتقادات عجیب و غریب فلسفی دارن. و همچنین به اصطلاح از جمله اعتقاداتشون است که بزرگ این مذهب نکاح محارم، لواطت و بعضی از افعال شنیع رو جایز میدونه، بلکه از فضایل اعمال میدونه. و همچنین اینها از نگهبانان دولت اسرائیل هستند. بلندی های جولان رو این حکومت در اختیار اسرائیل قرار داد و در اونجا وظیفه نگهبانی اسرائیل از طرف جولان به دوش حکومت بشار اسد است. برادرمون نورالدین رضایی میگن وصل هستن. سلام الله علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر و دوست و استاد عزیز محمد انصاری، خوب هستیم؟ سلامت باشین برادر عزیز و بزرگوار، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خب حالا بیا اتفاق کنیم که چند دقیقه من دارم. ما تقریبا 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم، 10 دقیقه از شما و 5 دقیقه از ما. خوب است؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا 2 دقیقه برای شما کافی هست. سلامت باشید بزرگواری شما. زنده باشید. خب صحبت آزاد می باشد یا اینکه سوالی هست؟ هر چی که دوست دارید شما صحبت بکنید، بفرمایید. خب من راستی صحبتم رو 3 قسمت تقسیم می کنم. اولا هم در وضعیت کنونی، دوما یک خطاب به حکومت امروزه، سوم هم یک خطاب به مردم شریف تاجیکستان. در مسئله اول راستی خیلی از دردها صحبت کردیم، از غمها صحبت کردیم، طولی تقریبا 10 برنامه در باره تاجیکستان. فکر میکنم وقتی آن رسیده است که در فکری آرزوها، در فکری اندیشه ها وارد بشیم، راه حل ها باشیم. بله. خب اگر که حکومت امروزه را ما ببینیم، واقعا هم حکومت ناچار است. رژیم رحمانوف از بس که مسئله های اقتصادی، از بس که از بنبست اقتصادی بیرون شده نمیتواند، گاه میرود خودش به دین میزند، گاه میزند به دیندارا میزند، به رومال یک خانوم میرسد، به مسجد و به مثلا که افطار و نمازخانی یک کس دخالت میکنند. سوال به حکومت داره که آیا رومال یک خانوم، آیا نمازخانی یک مسلمان مسئله پرابلم امروزه تاجیکستان را حل میکنند؟ نه، چنین نیست. بنابر همین یگانه راه برای فضا را عوض کردن همین است که با دیندارا و با اهل تدین مشغول باشد. در مسئله قسمت دوم، خیلی زیرک از حکومت که امروز یک اصطلاحی به نام الارهاب صناعی، همین را یعنی به زبان تاجیکی می شود ساختن تروریسم، خودش حکومت همین تروریسم پیدا میکند تا اینکه مردم زیر اطاعت خودش بگذارد. بنابر همین، همین است چنانی که با برادر اشرف حسین سوال دادید که آیا نگرانی حکومت از مرزها واقعیت دارد؟ نه، این نگرانی اصلا حقیقت ندارد، اینا را خودش تشکیل میکند و خودش مثلا که کنترل میکند
تا اینکه مردم زیر اطاعتی خودش باشند. از سیسی و از بشار اسد خیلی خوب آموخته است این پلید. خب یک چیزی دیگر خیلی تعجب آور می باشد در سیرت و صفت رحمانوف که خدا را انتخاب کردن، مردم را برای خدا انتخاب کردن آزاد مانده است، اما در انتخاب مردم را در انتخاب حاکم خود محدود گذاشته است. بجز خودش کسی دیگر انتخاب نکنید. اجازت داده است که مردم بالای خدا اعتراض کنند، قیام کنند. اما تعجب آور این است که مردم را در برابر خود برای قیام کردن و اعتراض کردن اجازت نمیدهد. سبب اساسی که زید سعید برده محکم کردن عیناً از همین برمیآید که حقد و بخل در دل این شخص هست. این چونین قتل شهید عمرعلی قوتوف و صدها تنهای دیگر. آیا میدانید مردم تاجیکستان که امین جناب عالی کسی که بعضی ها نامبرش میکنن برای چی زید سعید محکم کرد؟ برای آن که آن کاری را زید سعید کرد همچون یک بیزنسمن موفق، رحمانوف پرزیدنت آن کار را نکرده بود. تصور کنید که یک بیزنسمن اینقدر خدمت کند در بیزنسمن بودنش، اما حالت پرزیدنت بشود چی پیشرفتی ها میکند؟ این همه از بخل، از حقد، از حسد میباشد که در داخل این شخص وجود دارد. خب در مسئله مرز گفتیم آقای انصاری، بزرگترین فایده بیننده از رفتن جوانان و پیوستن با داعش با گروه های تندرو خود همین رژیم می باشد. از یک طرف همین چیزا را می سازند و از طرف دیگر باید از این متشددها باید خلاص بشوند. یک مثال خیلی کوچک میارم بین همین مسئله در همین نقطه. آیا فرقیت بین شهروندی که سوریه می رود و شهروندی که روسیه می رود یکان فرقیت وجود دارد؟ مگر هر دو شهروند نیستند؟ چرا از آنانی که سوریه می رود نگرانی میکنید و آنانی که در روسیه هر روز تابوتاشون برمیگرده از اونا نگرانی نمیکنید؟ چرا از حقوق کسانی که زنده هستند امروز در روسیه زندگی میکنند برای یک لقمه نان از اونا دفاع نمیکنید؟ یا اینکه اینها شهروند هستند و اونها شهروند نیستند؟ این سوالی هست که باید حکومت دارا جواب بدهند. خب خطاب من به حکومت رحمانوف، زمانی یک حزبی تمام شد، این از یاد برار. یک حزبی، یک شخص هم راهبر باشد، تقدیر ساز باشد، قهرمان باشد، سرور ملت باشد، تا جای رسد که سایه خدا باشد، این از بین رفت. مردم شریف تاجیکستان، یک مثال عادی می شود که یک انسان هم قصاب باشد، هم گوشتنگیر باشد، هم دکتر باشد و هم پیلاچیک باشد. جالب. مردم حکومت ایره بودن، مردم حاکمیت را همچون یک چکی بانکی بی‌رقم، چکی بانکی خالی به یک شخص از این به بعد نمیدهند، بگم که هر چی دلت میخواد بنویس. زمانی که بله مردم بیدار شده هستند، الکی شروع شدگی است، فقط مدت در کار است. مردم فرانسه 8 تا 10 سال ادامه داد مبارزه شون تا اینکه پیروز شدند. ما در پیروزی مردم تاجیک شک نداریم. زمانی که یک شخص کشور را مانند خانه شخصی خود استفاده برد، اون از بین رفت. رحمانوف اینا فراموش کن. من اینجا رحمانوف با اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مقارنت میکنم.
کسی بود که ترکیه را به 20 دولت اقتصادی به قوت‌ترین اقتصادیات دنیا آورده رساند، اما در انتخابات از 41% زیاد نگرفت. رحمانوف کسی هست که 1% اردوغان نکرده است، اما از 90 بالا میگیرد. کنی خدمتو با چیت اینا اصلا آقای انصاری اینا اصلا اینا تحقیر میشمارن که از 90 پایان بگیرن. با دموکراتیه که دعوا دارن اینا ایمان ندارن اصلا. دموکراتیه معنوش گاهی میره در اپوزیسیا در مخالفت میشینی، گاهی باز میشود که در انتخابات پیروز میشه سر قدرت میایی. اینها حاکمیت امروزه تاجیکستان در اپوزیسیون خودش اصلا دیدن نمیتواند نمیخواهد. بله. یک خیلی نکته خوب است اینجا استاد بفرمایید. محمد انصاری یک شوخی کننده عربی مشهور است به نام جلال عامر میگوید که فی العالم الثالث یمتلک الحاکم حکمت لقمان و یمتلک رجل الاعمال مال قارون و یمتلک الشعب صبر ایوب. این چونین در تاجیکستان ما امروز همین است که حاکم ما حکمت لقمان را دارد، در همه مسئله ها گپ میزند و بیزنسمن هایی که گرد و اطرافش هستن اونا مال قارون را دارن و مردم بیچاره باشد صبر حضرت ایوب علیه السلام را دارن. خب من قبل از اون که وارد پیشنهاد به مردم بشوم، استاد رضایی این دو دقیقه ما رو فراموش نکنید المهم. خیلی خوب خیلی خوب تشکر. بفرمایید. خیلی کوتاه میگیرم سخن من یا اینکه پیغام من به مردم شریف تاجیکستان. مردم شریف تاجیکستان بیایید امروز ما و شما از قالب حزبی و گروهی خود را کنار بگذاریم، همچون شهروند تاجیکستان تاجیکستان را در میان بگذاریم. تاجیکستان امروز از بین رفته شده است. از تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان، زیایان، استادان، اهل علم، رئیسان حزب، حزبهای سیاسی، شخصیتهای وطن دوست، واقعا اگر وطن دوست باشید امروز وطن در خطر است. امروز پاره پاره زمین از بین رفته ایستاده است. خیتای دم رفت، قرغیزستان دم رفت، امروز ازبکستان دعوا دارد. اگر واقعا وطن دوست باشید، برای احمد منصور یک روزنامه‌نگار الجزیره وقتی که در انترپول از سوی سی سی در آلمان از آلمان دستگیر شد، در آلمان تمام دنیا برای اون خیست. چرا مردم تاجیک در همین جا قالب حزبی و گروهی خودشو کنار نمیگذارد؟ چرا که اشرف حسین دستگیر شد یا اینکه برادر سلیمان دولتوف دستگیر شد از سوی انترپول، یا امروز شبنم خدایداد و در بلاروس دستگیر است از جانب کشور بلاروس با سپارش این رژیم خودکامه؟ کسی صدا بلند نمیکند. چرا که حاجی عمر به قتل رسید کسی از برای اون صدا بلند نکرد؟ چه برای اینکه اون نهضتی نبود یا اینکه سوسیال دموکرات نبود؟ تا اینکه ما یک نشویم این را از بین نمیبریم. مهاتما گاندی بسیار یک قصه خوب، یک سخن خوب دارد که میگد که هر وقتی که مردمی هندوستان بر علیه اشغالگرای انگلیس متحد میشدند، آنها یک گاو را کشته میومدند در کوچه میپرتافتند، تا اینکه مردم مسلمان هندوستان با هندوهاشون بین خود اختلاف پیدا کنند و بین خود بجنگند و اشغالگرای انگلیس را فراموش کنند. عینن امروز رحمان همین تاکتیک را آموخته است. هرگاهی که مردم تاجیک میخواهند متحد شوند بالای این رژیم بوریزه ببرند، یک تفریقه در میان میگذارد که دیگر ما با یک دیگر مشغول میشیم. بله. امین چند روز قبل جناب استاد رضایی شنیدم که بعضی از خطبا رو مجبور کردن، خطبای دولتی رو که بر علیه نهضتی ها صحبت بکنن، بعضی یک طرف رفتن بعضی ها رو از اونا درخواست کردن که بر علیه وصال حق صحبت بکنن. بله بله، مسئله
مسئله های دینی را، این همون گاوی که مهاتما گاندی گفته بود همون است. اختلاف دینی را به همچون یک گاو در بین میکشن میپرتوین با یک دیگر مشغول بشین. خلاصه پیشنهاد من، بیایید از مکتب مهاتما گاندی استفاده ببریم، مکتب آسایشته بی خشونت. درست که صبر بود، نه اون چنان صبری که امروز بعضی برادر ها میگویند، صبری مقاومت ظلم و ستم را با راهی سرکشی عمومی. امروز تمام شهروندان تاجیکستان میتونند که مبارزه ببرند. پولی برق نتید، پولی گاز نتید، پولی سویت نتید، با چیپته های تیاره های تاجیکی را نخرید، نلوگ پتن نسپورید. این خودش علاقه حکومت از بین میبرد، شل میکند حکومت. این از پول ما و شما زنده است. اعتراض کنید، اعتراض آسایشته کارپرتایی کنید، گرز ننشینی کنید در خانتون. کسی هیچ کس امروز اگر که در میدان ها اعتراض ممنوع باشد، در خانه خودت اعتراض کن. از روسیه پول نفریست، مدرس مکتب نیلسون مندیل را ببینید بخونید. خب در آخر کلام استاد بفرمایید، دو دقیقه مونده، یک دقیقه شما، یک دقیقه از من بفرمایید. خب جمال الدین افغانی میگوید که ان تصمد الامه لاخذ حقها ساعه خیر لها من الحیات فی الذل الى قیام الساعه. بس زبان تاجیکی، مبارزه بردن یک ملت برای بازپس گرداندن حقش یک ساعت بهتر است از زندگی ذلیلانه برای آنان تا روز قیامت. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همه ما تاثیر گذاشته میتونیم. سلامت باشی. با امید پیروزی استاد محمد انصاری، اگر چیزی گفتنی باشید. سلامت باشید. نه... سلامت باشید. من تشکر میکنم از استاد رضایی گرامی و اینکه ای کاش در شروع برنامه با شما وصل می شدیم تا بهتر بتونیم از سخنان شما استفاده کنیم. انشاءالله در فرصت های آینده ما رو تنها نگذارید در این برنامه ها. حتما انشاءالله. یکان وگان وقت مونده است یا نه؟ وقت کاملا به پایان رسیده، من تا اگر سخن پایانی دارید بفرمایید. بله، میگویند رژیم امروز میگوید که جنگ می شود. آخی رحمانوف برود کجا جنگ می شود؟ همین قدر پریزیدنت های دنیا می روند می آیند در از امی خود شرم نمی داره که از وقتی که در حاکمیت است 7-8 پریزیدنت آمریکا ایواز شد، بیل کلینتون ایواز شد، بعد از اون بوش اومد، بعد از اون این اوباما، امروز می روند می آید. آخی یک کم شرم نمی داری؟ همین قدر پریزیدنت های دنیا می روند می آیند، در هیچ جنگ نمی شود. ایران ببین، همون ایرانی که خودت از اون چی میگن؟ چی میگن؟ همچون شریک میدانی خاتمی و خامنه‌ای و نمیدانم که رفسنجانی و همین احمدی نژاد ایواز شد و تو هیچ جنگ نشد. تو ایواز بشه چی به جنگ میشید؟ است مردم تاجیک اینا همش سفسطه دروغ هستن. با پرزیدنت ایواز شدن یگان گپ نمیشود، برعکس تمامی بدبختی های امروزه از همین ذلیل است. با رفتن این همه خوب میشود، همه پرابلم حل میشود انشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد نورالدین رضایی، فعال سیاسی تاجیک، با ما همراه بودن. متاسفانه هیچ وقتی برای من نگذاشتن، همه صحبت های ایشون بود. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی صحبت هایی که در این باره شد در راستای آزادی و سربلندی ملت تاجیک باشه و الله سبحانه و تعالی این کوشش رو از ما، از همکارانمون در وصال حق، از عزیزان تاجیکی که با ما همکاری کردن در تهیه کردن این برنامه ها قبول بکنه. به امید پیروزی تاجیکستان، به امید پیروزی ملت تاجیکستان، به امید پیروزی علمای حقگوی تاجیکستان، الله سبحانه و تعالی کسانی رو که در راه آزادی و در راه اسلام در تاجیکستان به شهادت رسیدن توسط این رژیم جنایتکار مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده و زندانیان مسلمان تاجیک رو که امروز به خاطر آزادی، به خاطر حقگویی در زندانهای این رژیم جنایتکار و وحشی است، الله سبحانه و تعالی آزاد بکنه و سربلند به خانواده هاشون برگردانه. و امیدواریم که روزی رو ببینیم که ملت تاجیکستان آزاد،
سربلند، با عزت و با شرف در سرزمین تاجیکستان زندگی بکنه و این سرزمین که حقا که تاج آسیاست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اون مجد و عظمت رو دوباره با از بین بردن این جنایتکاران و ظالمان دوباره به تاجیکستان برگردانه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.